خب بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و دقایقی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. و هوا اینجا بسیار عالی، دلچسب، اصلا مثل اینکه خبری از تابستون نیست، با وجودی که امروز 23 ماه خرداد هست، یعنی 7 روز دیگه تابستون رسما شروع میشه. در صورت تبریک صمیمانه ای اینجا آمریکایی‌ها میگن از ته قلب bottom of my heart، بعد مسخرهشون میکنن، بعضیا میگن که from heart of my body. در هر صورت تبریک صمیمانه ای میخوام به دوستانی که طرفدار آقای ترامپ شالاتان حسن به اصطلاح بگم و بهشون بگم که من دیگه واقعا باور کردم که شماها آدمای خیلی ساده لو. و اشکال دیگه هم اینه که دنبال مطالب نمیرین و فقط یه صدایی رو تو گوش شما میخونن، شما هم مثل توتی اون رو تکرار میکنین. مثلا الان همه خوشحال در پوستتون نمی گنجین که چیزی که 70 سال، 50 سال، 60 سال کره و کره شمالی و کره جنوبی و آمریکا و چین و ژاپن و اینها مشکل داشتن و هیچ کس نتونسته حل کنه، این نابغه زمان شارلاتان بزرگ ترامپ حلش کرد و درستش کرد و تموم شد و رفت. نه عزیز من، به این سادگی نیست. 25 سال قبل هم چنین کاغذی نوشته شد، 25 سال قبل هم بابای همین کوتوله شارلاتان به نوشته ها اصلا عمل نکرد، مثل کاغذ توالت انداختش دور. ولی اگر یک کم دقت کنید، وقت بذارید، 4 جای دیگر رو گوش بدین، 4 جای دیگر رو بخونید که اونا خبرهای حقیقی رو به مردم میرسونن، ترامپ همه این کاراری که داره انجام میده اینه که نظر مردم رو فعلا به اصطلاح منحرف کنه از ماجرای این که ایشون نماینده و پاپت و عروسک پوتین هست. چون میان دور همین دیروز اینجا انتخابات، دیروز 12 انتخابات اولیه بود در ویرجینیا و 7-8 استان دیگه و بعد نوامبر انتخابات میان دوره‌ای سال 2018 میاد. بله، در هر صورت اگه اینا رو بریم بخونید و اینا بفهمید که این اول الان دلش خوش شده که جایزه نوامبر جایزه نوبل بهش میده. یکی نیست به این بگه آخه عقب افتاده، بدبخت، ذلیل، بی سواد، جایزه نوبل هم بهت داده که چی؟ میدونی اینا همیشه فکر میکنن از دیگرون زرنگتره. مثلا زن گرفتنش شما نگاه کنید، هی رفته زن خارجی یا زن جوون گرفته، یکی یکی مثل دستمال کاغذی انداختتشون دور، حالا با یکیش داره زندگی میکنه که اصلا زنه به این محل نمیذاره، زنه یه قسمت دیگه زندگی میکنه، این یه قسمت دیگه وایت هاوس یا کاخ سفید. این نتیجه زرنگیش تو اون معاملات به اصطلاح ملکی و املاک و اینها هم که بعضی ها میگن آقا این نابغن، این بیلیونره. اولا بیلیونر خود ساخته نیست، این یه بچه پولداره لوس و نونوره که با یه پول هنگفتی از باباش شروع کرد، بعد با کلاهبرداری هایی که باباش یادش داده بود و خودش استاد شد، کلا سر مردم بیشتر و بیشتر گذاشت، شهرها رو به نابودی کشونده اید. بیان ببرم میتونم همینجا آتلانتیک سیتی نگاه کنید ببینید چه کار کرده، ببینید چه کسایی به ورشکستگی کشونده، بعد خودش دوباره در رفته رفته اونجا. حالا تازه زندگی خودش چیه؟ میگن این اگه داشته باشه 5 میلیون و الا مگر دیوانه هستن که اینا زن و دختر و بچه و پسر رو همه دارن مثل سگ کار میکنن، تو معاملات قانونی و غیر قانونی خودشون انداختن که دادگاه دنبالشونه. اگه پول داشته باشه که مثل بیل گیت میره برای خودش زندگی میکنه، این برورم چریتی باز میکنه. در هر صورت من نمیدونم این طرفداران دیروز نوشته بود که ترامپ اینجور و اونجور، گفتم بله ترامپ شاخ غول رو شکن، گفتن که فقط شاخ غول، گفتم خب آره من میخواستم بگم شاخ غول رو شکن میخواد کجاش بکنه، ولی شما میگی چیز دیگه شم شکنده. خب شاخ غول و چیز دیگه تو شیراز میگن چیز غول رو شکنده،
حالا میخواد کجا بکنه اینو؟ تو مخالفینش که نمیتونه بکنه. ببخشید من اینجوری روک حرف میزنم، فقط موافقینش هستن که اجازه میدن به این هر عملی باشون انجام بده و بازم ازشون دفاع کنه. و الا مخالفینش که آقای رابرت دنیرو پریشبا بهش گفت فاک یو ترامپ، بهتون تبریک میگم. خب احسنت، آقای امیر سامانی میگه احسنت، ایشون حسادت جایزه نوبل اوباما را داره. حالا من خدمت شما عرض میکنم خانم دکتر جیلانی عزیز، خیلی خوشحالم که اینجا هستید، اون جایزه نوبل هم به اوباما بی خود علکی دادن. چه کار کرده بود؟ این هنوز از راه نرسیده بود، عرق راش خوش نشده بود، جایزه نوبل بهش دادن. بزرگترین جنایات رو این اوباما انجام داد. ما هی میگفتیم جورج بوش پیش این دوتا مظلوم واقع شده. بیشترین دیپورتیشن ها رو اوباما انجام داد، بدترین قانون ها رو اوباما درست کرده نوشته، جنگا و اینها رو داغون کردن کشورها رو اوباما انجام داد. و همین الان این ماجرایی که کره شمالی و آمریکا، اون پسر بسکتبالیسته اونم یکم دیوونه است، دنیس رادمنه که رفته بود اونجا 5 سال 6 سال پیش رفته بود، بعد برگشت به اوباما گفت آقا این میگه بیاید با من صحبت کنید، این وضعش خیلی خرابه و دوست داره بره این ورور بره بگرده. اینم مثل شاهه، مثل بچه شاه، اصلا نمیخواسته رهبر کره بشه، چون بابا بزرگش و باباش بودن اینجا میگن داینستی، همینجور این خانوادگی به این رسیده. حالا اینم مونده توش، نمیدونم چیکار کنه. یه جوون 34 ساله ای که آدم کشی، فامیل کشی، همه چی به خاطر قدرت. حالا ترامپ به این میگه ببین تو اگه بیای به ما اجازه بدی این وسایل بمب اتم تو اینا رو بذاری کنار، ما میایم برات این ساحل کره شمالی و اینها، اینجا جای خوبی هتل میسازیم. بعد ترامپ میگه این دیوونه است به این همچین حرفی میزنه، این همه کشور مال اینه، این که مثل رضا شاه ایران نیست که بخواد دنبال دهاتیا بره زمیناشون رو بگیره، یا مثل شاه نیست که کمیسیون از خرید اسلحه و اینا برداره. این میگه همه مملکت مال اینه و من برای چی میخوام. ولی فهمیده که حالا که تو رهبر کره شمالی هستی پا تو از اونجا نمیتونی بذاری بیرون. یعنی دو تا مسافرت کرده، ببین چقدر خوشحاله. و آمریکا تو این معامله تا حالا باخته. این آقا رو بهش مشروعیت داد، این آقا رو بهش کردیت و اعتبار داد، تو جهان اومده قشنگ یل یل برای خودش میگرده. دیروز وقتی داشت ماشین رئیس جمهور آمریکا رو بهش نشون میداد، همه میگفتن الان این سکیوریتی ها اینو هول میدن تو ماشین و در میبندن و میگن یا علی مدد، ولش داشتیم بردیمش، چون از این کارا میکنه آمریکا. الان دیگه نمیکنه چون جلو دوربین و فلان اینا هست، ولی از لحاظ کودتا، از لحاظ کشتن رهبرای دیگه و اینها هیچ به اصطلاح ابایی نداره. البته گفتم بهتون دفعه آقای دکتری دوستمون میگفت که ابا، گفتم نه بابا ابا رو میندازن دوششون، ابا. بله خب خوشحالم که ایشون هم با من هم صدا است و میگه دقیقا جایزه اوباما هم قلابی بود. آقای رهبرم میگه درست است، نمیدونم چی درست است، ولی خب بالاخره همین که شما میگی درسته، ما خیلی خوشحال. در صورت آقای رهبر نوشته لیبی نابود شد. بله لیبی، همین عراق، لیبی و صدام و مصر. مصر هم حالا اون چیزهای اتمی و اینا نداشت، ولی یه کشور دیگه هم هست که اینا همین برنامه رو براش اجرا کردن، وقتی آمد بعدن گفتن حالا برو دنبال کار، حالا ببینیم چی میشه. خب این از این دیدار دو دیکتاتور. من اون روز فکر کنم آقای زمانی به من گفته بود که آقا شما راجع به دیدار دو دیکتاتور صحبت کردی ولی چیزی نگفتی. گفتم عزیز برادر، خب برنامه من ساعت 2 بعد از ظهر روز دوشنبه بوده، اون موقع توی سنگاپور 2 صبح بود، باید صبر میکردیم اینجا بشه 9 شب اونجا بشه 9 صبح، و چون ما نمیتونیم صبر کنیم، همه ما ایرانی ها 6 ماه دنیا اومدیم دیگه، امروز براتون میگم هیچ چیزی اتفاق نیفتاد. 2 نفر دیوانه، 2 نفر بچه پولدار، 2 تا دیکتاتور که جالب اینجا حتی فاکس نیوز گفت 2 تا دیکتاتور. باورتون میشه؟ حتما فکر میکنید صحبی داره شوخی میکنه یا درو میگه، این مجید یا سعید اینا هر کی هستن، بزنید تایپ کنید بنویسید که فاکس نیوز 2 تا نقطه یعنی گفت 2 دیکتاتورز. خانمه که داشت گزارش میداد
بنده خدا حقیقت از زبونش اومد و گفت دو تا دیکتاتور بلند شدن رفتن اونجا، هی به هم دست میدن، هی میزنه پشت این، هی میزنه پشت اون. بعدم میگه این خیلی خوبه، این بچه 26 ساله اومده این کشور رو چرخونده و فلان، و یه قرارداد یه صفحه‌ای هم نوشتن که اولا یه دفعه ترامپ بدون برنامه گفت ما برنامه مانور ارتشی خودمون رو با کره جنوبی به هم میزنیم چون خرجش هم زیاده، بعد این خیلی هم تحریک کننده است. بعد ملت میگن آقا اگه اینجوریه پس همه چیزهای ارتش رو بریزید بیرون، چون همه اینا آماده شدن و تحریک کننده و فلان اینا بریزید دور. ولی همین احمق وقتی رفته بود پاریس اون عظمت رژه فرانسه رو دیده بود، برگشت اینجا گفت ما باید رژه بذاریم، که اتفاقا ممکنه 4 جولای یه رژه‌ای هم باشه. اونو که مانور یعنی آماده شدن، تمرین، اونو میگه خرج تراشیدن، ولی نمایش علکی تو خیابون اینجا مثل بچه‌ها یعنی بیاد خوشحال ذوق کنه که بله این همه ارتشی ها برای من اینجوری زدن بالا، این میگه خوبه باید خرج هم بشه. اون روز یکی برای من نشته بود آقای سوربی سپاس میدونی یعنی چی؟ یعنی 3 چیز را پاس میداریم، گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. گفتم والا من این نمیدونم، فقط تو ارتش وقتی ما میرفتیم کلی اذیت میکردن و رژه و فلان اینها، بعد اون تیمسار بیچاره یا سرهنگ بیچاره که میگوند از رژه دیدن میکرد هر وقت خوب بود میگفت مثلا گروهان یا پادگان خیلی خوب، ما هم مشت آدم جوونه چیزی آوردن از خانوادهش دور مجانی، ما هم به جای سپاس میگفتیم ستاش، حالا یا تیمسار یا سرکار، تا سرهنگ میگفتن سرکار، تیمسار که میرسید میگفتن تیمسار. خلاصه ستاش رو میدونیم، سپاس رو هم میدونیم. دزدیدن شخصیت مثل مانوئل نوریگا در پاناما که اونو با هواپیما دزدیدن بردن آمریکا، بله زمان بابای جورج بوش بود. جان بولتون احمق هم در کمال وقاحت به کیم گفت که مدل لیبی را در مورد تو اجرا میکنم. به کیم نگفت، توی مذاکراتی که از پرسیدن گفتن خب این چی، گفت مدل لیبی، که فوری همه زدن تو دهنش گفتن آقا خفه شو، ما میخواستیم هم یک کاری کنیم تو لو دادی. یکی اونو گذاشتن کنار، یکی هم این جولیانی. و حالا جولیانی هم براتون میگن دوستان، امروز ساعت 3 بعد از ظهر گفتار عقل بشر از اون ور آب، از آب گذشته. راستی چرا تعارف که میخواستن کنن وقتی یه چیزی رو میخواستن ناقابل بگن میگفتن بابا چیزی نیست که از آب گذشته است. حالا منظورشون چی بوده این از آب گذشته؟ هر کسی میدونه بگه تا یه چیزی یاد بگیریم، ما که از رادیو تلویزیون ها چیزی یاد نمیگیریم. ولی نه، بذارید بهتون بگم، این آقا رو من میشناسم، الانم اسمش یادم رفته، بذارید اینجا بهتون نشون بدم. این عباسیه که گزارشگر مال وایس آف امریکان، بعض وقتا هم تو کردستان این ور ور میره، الان چند مدته که با همین دوربین تلفن دستیش و اینها ور میداره میره این ور ور، گاهی وقتی گزارش تهیه میکنه و نظرات خودش رو هم میگه. برای من خیلی جالب بود وقتی که دیدم خانم نیه این گزارش رو گذاشته، اسم این آقا رو برای من بنویسید تا من براش نوشتم. آقا واقعا خجالت نمیکشی، حالا شما درسته میگی من این کاری که انجام میدم با اون کار خبرنگاریم در وایس آف امریکا ربطی نداره، ولی خجالت نمیکشی آخه این گزارش پر کردی رفتی جلو مجلس. گوش کنید دوستان، کامرای 2. اولا مگه مجبوری با دست موبایل رو نگه داری؟ صدای به این بدی. بعد شما میخوای بگی توی کاخ سفید اپوزیسیون آخونده نشستن، یعنی اونایی که مخالف آخونده هستن، شما رفتی جلو مجلس وایسادی. بعد من نمیدونم، خب کسی که تو رادیو تلویزیون کار میکنه آقا $5 یه چیز بخر از این ترایپاد، $15 $5 هم یه دونه میکروفون بخر، بابا از این امید نادان یاد بگی چه برنامه‌ای با چه کیفیتی پر میکنه. آخه این چیه؟
گزارش رفتید اونجا آمدن و نشستن و قرار انقلاب بشه، ولی این انقلاب اون انقلاب نمیشه فلان، نه همه نشستیم حالا ببینیم که خب میخوای چی بگی؟ هیچی. حتما با خرج با حقوق وایس آف امریکا رفتی اونجا یه گزارش تهیه کنی، تا اونا رفتن آبی بخورن، نونی بخورن، دستشویی برن، توالتی برن، تا ما آمدی با دوربینت بدبخت ملت ایران رو که به تو دل خوش کردن گذاشتن اینجا. حالا من اسمش میگم یادم رفته، اسمش رو بنویسید، علی جوانمردی. بله خیلی ممنون از آقای سامانی، باهاش تماس میگیرم میگم آقا خجالت نمیکشی تو رو خدا مرد حسابی، حالا که داری اقلا اونجا کار میکنی از اینا یاد بگی، $3 از این استیکات تو همونجا توی نزدیک کپیتال و اینا دارن میفروشن، اینا $15 بود الان شده $3 از این اینجوری استیک که بهش سلفی استیک، دوربین تو میزنی سر این دوربین تو بذاری یه جایی، حالا گوشی هم گذاشتی تو گوشه، این گوشی رو بیار نزدیک، میکروفون رو بیار نزدیکتر، این چیه این صدا مسخره؟ بعد چی گفتی؟ از اول تا آخرش گفتی قراره یه عده‌ای بیان سلطنت طلب مجاهد چپ راست، چیان کجا هستن در کدام قسمت؟ جالبتر از همش اینی که میگه امروز تعطیله، میگه امروز که من اینجا هستم آمریکا تعطیله. خب این آقای علی جوانمرد که هم علیه هم جوانمرده، این خبرنگار ما باشه، اگر به انتظار اینها نشستید دوستان برید کاری کنید، فکری کنید که ول نشستید. اصلا خیلی ممنون. آقای جوانمردی جاسوس کردها، نه عزیز من به این زودی هم هی نچسبونین به این و اون، این مزدوره، این جاسوسه، آقا یه جایی پیدا کنید من برم براشون جاسوسی کنم. من نمیدونم این کلمه جاسوسی رو شما خیلی دست کم گرفتی، کلمه مزدوری رو خیلی دست کم گرفتی. به یه نفر پول میدن که بیاد بشینه اینجا برنامه اجرا کنه؟ بله از اون برم راست میگید شما. پنتاگون به گفته آقای اون حسن چی بود پول داده تلویزیون من و تو رو راه انداخته، هم پسرش اونجا توش کار میکنه هم دخترش کار میکنه، براتونم چه میزنن و میخونن و گذاشتن اون سر کار. نمیدونم والله خودم گیجم نمیدونم بهتون چی بگم، شاید. ولی این جاسوس کرد هاست چی کار میکنه برای کردها؟ مثلا میاد میگه که امروز در واشنگتن سوربی برنامه داشت، دوستش از ایران باهاش تماس گرفت، یا میره میگه چی؟ میگه امروز یه مش عقب افتاده آمدن با آقای حمزه پور 40 نفر. بعد دوست ما میگه آقا اومده در رستوران ما میگه برای 5000 نفر میتونی خوراک بدی؟ گفتم والا هیچ وقت حالا برای 5000 نفر 1000 تا 600 تا 500 تا ولی میتونیم از چند تا رستوران بیاریم. بعد گفته البته پولش هم خودتون بدینا ولی ما ازتون تشکر. گفت بهش گفتم برو گم شو بیرون، برو گم شو بیرون. به من گفته بودن که تو خلی، ولی دیگه نمیدونستم انقدر خلی. اونجا که بود طرف گفت که آقا معلمه اومد گفت که من چند سالمه، شاگردان یکی گفت 20 سال، یکی گفت 30 سال، نه یکی گفت 40 سال. گفت تو از کجا فهمیدی 40 سال؟ گفت آقا ما یه داداشی داریم نیمچه خله، این 20 سالشه، شما که خلی 40 سالته. حالا این ماجرای صاحب رستوران هم این بود، بعد میگفت سوربی گفت که این حمزه پور خل و دلغه که مهمونی ها هست. من باور نکردم 40 نفر ورشته اومده اونجا، این بدبخت کنت تیمرمن رو آبروش برده اونجا بیا برای ماها صحبت کن. از اون هفته تا حالا فکر کنم دیپرس شده. خب آخه آقای علی جوانمردی ببخشید، یه مسافرت بیا شیراز یه ضرب المثل یاد بگی. تو شیراز میگن کسی که میخواد گو بخوره قاشق گو خوریش باید باهاش باشه. شما میخواد ریپورت اونم از جلوی مجلس جلوی کاخ سفید، بابا یه دوربینی بخر، دوربین $100، یه سپایه بخر استند، حالا میگه استند، یه سپایه بخر، ترایپاد بخر، یه مونوپاد بخر، یه استیک بخر، دوربین تو بذار رو شاخه درخت با تیپ بچسبون وایس جلوش، من هم اکنون از جلوی کاخ سفید بهتون گزارش میدم، خجالت بکش. خب Hello dear Mr. Sorby، خانم شوبری هم اینجا هستن، خیلی ممنون. آقای فرخ عزیز اون نوارایی که فرستادی گرفتیم، ولی خانم شوبری میگه که ما خودمون داریم یه نوار درست میکنیم و احتیاج نیست، چون توی اون نوارا مثلا شما گفتین 3500 نفر. ببینید ما میخوایم با مردم حقیقت رو بگیم، 3500 نفر روی فیسبوک معنیش این نیست 3500 نفر مشتری هستن که اونجا میرن میاد. اصلا این کلمه مشتری یعنی خریداری که دائم میره یه جایی میشه مشتری اونجا.
یه کمی اغراق و اینا نکنیم، درست بگیم، خودشون زحمتشون میکشن، خیلی ممنون. در هر صورت رسید و باز طبق معمول آهنگی هم که انتخاب کردی خوب بود. و اما این حیات منزل حیات ما نیست. این رفته بودم دو هفته پیش یه جایی کار میکردم که اینجا بهش میگن واین یارد. بعضیا میرن اونجا برای عروسی، برای مجالسی که دارن، و جای قشنگیه، بشکه های شراب و از اون برم مزرعه شراب و از اون برم درخت و اینها. اونا هم یه جای مناسبی رو درست میکنن که شما ساعات بیشتری اونجا بمونی، در نتیجه مشروب بیشتری بخوری، وقتی هم مشروب خوردی شنگول شدی مشروب بیشتری هم بخری با خودت بیاری. اینم از این، ممنون و متشکر. آقای لطیف زمانی هم اینجا هستن و آقا کاش که اینجا بوده آقای لطیف زمانی، اینا که ما چک بد میدادن دست شما، شما برشون دادگاه. و اما آقای ترشیزی براش نوشتم که آقا بیا ببین این جولیانی شما، نقل جاسوس اینا براتون میگم. دیروز یه ویدیوی یه نفر برای من فرستاده بود که نشون میداد آقای فرامرز دادرس توی این تلویزیون بهبانی معتاد داشت راجع به یک برنامه‌ای میگفت که آقا هی اینو اونو وقتی باهاشون مخالفین پایین نیارین. مثلا ببین سردار قاسمیه کیه، میگن این بچه بنا، شاگرد بنا بوده. و خیلی جالبه ها، ببینید گیرم که این شاگرد بنا بوده. البته خود آقای دادرس قشنگ میگه، میگه که آقا اگه این شاگرد بنا هم بوده احیانا با گونیا و تراز و اون چی بهش میگن شاغول و اینا کار کرده، بعدم 40 سال با این حکومت داره این برونور میجنگه. و تو آمریکا و تو کشورهای دیگه شما میدونی، شما دیپلم گرفتی رفتی یه جایی، بعد میگه که یا لیسانس یا سابقه به اصطلاح مترادف با اون. شما میری میگی من تو فلان شرکت برق کار کردم، لیسانسی که به تو میدن بهتر از لیسانسی اونی که رفته تو کارگاه برق کار کرده. این رو آقای دادرس داشت میگفت و چون داشت حقیقت رو میگفت نوشته بودن فرامرز دادرس مجذور جمهوری اسلامی. حالا ببین آقای دادرس، وقتی شما با این ایرج مصداقی عقب افتاده میری تو تلویزیون این بهبهانی معتاد برای که $10 $20 بهش بدی، میگی شادانلو مزدور فلانی مزدور فلانی این ماجرا همین میشه. وقتی شما همه رو مجانی مزدور کنی، آخوندار رو چنان بزرگ میکنی که مردم میترسن ازش. البته بنازم به این مردم شریف وطن دوست، 4 تا آبادانی، حالا اگه بتونم ویدیوش براتون پیدا میکنم، آمده و اتفاقا ریکورد و اینای اون بهتر از اینه، بغل رودخانه کارون وایسادن، حالا یا خرمشهر یا اهواز یا آبادانه، و دارن نشون میدن که آب کارون کم شده و این لنج ها یکی یکی از کشتی و لنج و وسیله حمل و نقل آبی داره تبدیل میشه به قهوه خونه. مردم میمونه رو آب، مردم هم میان، هوا رو آب بهتره دیگه، یه بادی میخوره و اینا، ولی داره راجع به بی آبی میگه و اینها. یه دفعه 4 تاشون میزنن به فوتبال مثل که فوتبال ایران باخته. ممنونم. اون روز اون دوستمون آقای پتیک برای من نوشته بود که ببخشید حواسم پرت شد، نوشته بود این ویدیویی که پخش کردی آخرش موزیک بندری میخوند و اسم رو میبرد تو گفتی نمیدونم، این اسم یکی از بازیکنهای روسه یا بازیکنهای فوتبال. در اصل ممنون و متشکرم که این رو گفتن. We had more than 35 guests in past 7 years much more. دقیقا من همینو میگم، این نباید با اون 3500 نفری که روی فیسبوک هستن اشتباه بشه. یعنی بنده اگر 9000 نفر اینجا دارم 5000 نفر اونجا دارم، این 14000 نفر ممکنه یه دونش هم مشتری نباشه، ولی اگه خود شما توضیح بدید یا خود من توضیح بدم، میگم آقا ما 7 نفر بیننده داریم، 4 تا 5 تا شدم مشتری هستن و به اصطلاح لطف میکنن حمایت میکنن. بازم ممنون و متشکرم. و If I say I'm Sorby's friend then I am مزدور، If I say I'm Pilavi then I'm انقلابی then who am I. بله، این وقتی که برای آقای ترشیزی الان بهتون ویدیو چیشو نشون میدم، نوشته ای که راجب جلودی جولیانی همسرش نوشته،
همسرش که الان داره ازش طلاق میگیره گفته این مردک یه آدم شالاتان و دروغویه. و جامعه من و تو، ارتش آزادی بخش ما، شورای ملی مقاومت ما، عقب افتاده ها میره دنبال جولیانی. جولیانی رو هم داره میاد. بعد من برای آقای ترشیزی که میفرستم میگه ها ها، پس مجاهدین باید مسئول اتاقخواب جولیانی هم باشه. آقا خود آقای فیلابی ازش بپرس، این همیشه به اصطلاح تکه کلامش و میگه تو اول بگو با کیان دوستی، پس آنگاه بگویم که تو کیستی. بله آقای فیلابی اینو میگه و یه جورایی هم درسته، یه جورایی هم درسته، ولی خیلی نمیشه رو 100% چیز کن. درصدی هم بهتون نشون میدم، فقط یکم صبر کنید تا حالمون جا بیاد ببینیم کجا هستیم و چه باید کرد. این چه باید کرد رو هیچ کس هنوز نتونسته به ما بگه که چه باید کرد. ببینیم که خب بله، یه شماره تلفنی 240 نوشته مثل سربی علامت سوال. بله خب حالا ببینیم بعدیش چی میشه. How can I ask you a question on Facebook? Comments are not available and are blocked. Please advise. عزیز من اگه داری برنامه رو نگاه میکنی، بلاک نیست. اشکال از این سیستمای فایرفاکس یا مازیلا، اینترنت اکسپلورر، فیسبوک، اون یکی دیگه کروم هست. خود من الان فیسبوک خودم میخوام برم جواب بدم به یه نفر. روی فایرفاکس که کار میکنم که 3 روز پیش اپدیتش کردم جواب نمیده. مجبورم کروم رو باز کنم با کروم جواب بدم. بابا جون شما الان میدونید این اسمها رو میبرن، از خود دو فرس این کروم چیه که سوربی میگه؟ براوزر جستجوگره اینا، برید دنبالش یه چیزی یاد بگیرید. هیچ اشکالی توی فیسبوک نیست، فیسبوک با اونا کار نمیکنه چون اینا دو تا ارگانیزیشن مختلفن و هر کدومشون سعی میکنن با اون یکی که دوستشونه کار کنه. باز اونم طبیعیه، احتمالا شما اگه یه قصابی در خونت باشه که بری ازش سوال کنی آقا مثلا میوه فروشی اینجا کدومش خوبه، اگه فامیلش میوه فروشی داشته باشه، دامادشون میوه فروشی داشته باشه، میگه برو پهلو حسن آقا، نمیگه برو پهلوی بغل دستی. و این معمولیه. حالا شما باید ببینی، باز برمیگردیم به اون چیزی که آقای ترشیزی گفت، کی با کی دوسته. اگر فیسبوک با کروم دوسته، شما هر وقت میخوای فیسبوک استفاده کنی کروم رو باز کن. خود من با کروم راحت نیستم، من با فایرفاکس، اولا با اینترنت اکسپلورر بودم، دیدم خیلی سلو شده، خیلی آگهی میده، خیلی فضولی میکنه تو کامپیوتر، همجور نگاه میکنه، آمدم سراغ فایرفاکس. همچین که با فایرفاکس عادت کردیم، حالا این اشکال داره با کروم، در صورت هیچ اشکال نداره. من برای این دوست میدونم منویسم. I said more than 3590 likes Genius Hookah Lounge and I got that from your Facebook. خیلی ممنون. بله فرخ میگه که من اینو گفتم، اصلا اون احتیاجی نیست روی به اصطلاح اون فیسبوک، میدونید یه چیز مجازیه، اصلا به خاطر همین بهش میگن که سایبر، و بعد یکی دیگه چی بهش میگن بگید دیگه، اما فضای مجازی خودمون به ایرانی میگیم. وقتی یه چیز مجازی هست اصلا دربارش صحبت نکنیم بهتره. در صورت خانم شوبری تشکر کرده بود، گفته بود که از اون دوستی که اینو درست کرده تشکر کنید، ولی خودمون داریم یه کاری انجام میدیم و احتمالاً یا ویدیو یا آدیو میفرستم، به زودی براتون پخش میکنیم. تا اون زمان همین فیسبوکشون رو ببینید و با اون شماره هم که من میگم تماس بگیرید اگر مایل هستید که بیزینس این دوستان رو به اصطلاح اونا واگذار میکنن، شما اگر رو واگذار بگیرید چی میشه؟ تیک اوور؟ من نمیدونم، آخه یک کلمه‌ای رو ما وقتی اومدیم اینجا، بله من الان نصف بیشتر عمرم رو خارج گذروندم، من 28 سالم بوده از ایران اومدم، الان 62 سال 34 سال ما خارج هستیم. و اینه که یه چیزایی رو اینجا یاد گرفتیم، مثلا سرقفلی ما اونجا شنیده بودیم، بعد اومدیم اینجا هر چی یکی میگه گودویل، میگه گودویل یعنی چی؟ میگه بابا این همون سرقفلی خودمونه،
اصلا حالا این تیک اوور کردن، اسوم کردن، اسامشن، اینا چیزایی که اینجا یاد گرفتیم، بعض چیزاش اصلا تو ایرانی وجود نداره. در هر صورت ممنون و متشکرم از همه دوستان. اجازه بدید من این صفحه رو به شما نشون بدم و سعی میکنم این قسمتش رو فقط بهتون نشون بدم بزرگتر که اسم و اینها باشه بتونید. بله کامرای سه اینه، ببینید اسمشون اینه، جینیز هوکا لاونج، و اینم میتونید میدونید که اد جینیز هوکا پیدا کنید یا اینجا این اسمو که بنویسید. ببینید این اسم، آره این با، ولی یک حالا شمار تلفن اینا هست که اونو براتون توی آگهی ها میارم. خب دوستان عزیز، یه ویدیویی هست از آقای رضا پهلوی که بالاخره آمده و شاخشونه میکشه، مثل که میخواد دوستان طرفدار ورداره بره ایران. واقعا اگه ایشون بگه بیان بریم ایران، شما حاضرید به حرف رضا پهلوی برید ایران؟ یعنی شما حاضرید مثل اونایی که نشستن بغل دست خمینی بشینید توی هواپیما بغل دست رضا پهلوی برید ایران؟ از خودتون این سوالن بپرسید. چون گفتم پریشب یه شنبه یه جایی بودم، یه دوستمون گفت که من اگر چیز بشه میرم ایران زندگی میکنم. گفتم واقعا میری ایران؟ گفت آره من اونجا همه چی دارم. خب ایشون ماشاءالله وضعش خوب بوده و اینها، حالا هرچ. خب بذارید ببینیم که دنیا چه خبره. یک نوشته ای را من گذاشتم روی فیسبوک خودم و فیسبوک مردم تیوی، اگر خواستید شما هم میتونید نگاه کنید. الان بهتون اینجا نشون میدم و این دیگه خیلی جالب بود، این دیگه گل گلاب شد. بالاخره این هر ایرانی رفت با اینا مصاحبه کرد، از نوریزاده گرفته تا اون آقای ضیا آتابای، همه انگار که در بهشت بهشون باز شده بود. از ترس و لرز به جز تمجید و تمهید و ستایش چیزی نگفتن، تا اینکه یه روزنامه آلمانی آمده به این خانم فرح دیبا و پسر تنبلش آقا رضا گفته که بابا تحت رژیم همسر شما هم آن زمان هزاران نفر شکنجه و تعقیب شدند. فرح پهلوی گفته بله ما اشتباه کردیم، آنچه هم در زمان ما رخ داد بد بود، مشاوران همسر من دولت و شخص شاه آلارم ها را نشنیده گرفتند. مرد من بیش از حد سرگرم سیاست خودش بود. خب بگو تو مشغول بودی، اونم مشغول طلا و دوستای دیگش بود که آقای زاهدی برش می برد و آقای علم برش می برد و اینها. بگو که مرد شما مشغول زنبازی بود، شما مشغول مردبازی بودین، این وسط هم طرفدارای مثلا بالای شاه به فکر زمین و خریدن و مؤسسات درست کردن و بچه خارج درست کردن و اینها بودن. او به آدمهای عوضی اعتماد کرد، یکیش خودت هستی، یکیش به تو اعتماد کرد، تو رو کرد نایب السلطنه که بعدم فهمید چه اشتباه بزرگ کرده. دست بسیاری از جنرال ها و کارمندان بلند پایه را باز گذاشت. اینم دستمزد شماها جنرال ها، کارمندای بالا بار بلند پایه. همسر آخرین شاه ایران بهتر بود، اینی گفته فرع گفته بهتر بود ما دهنمان را میبستیم. ما کور شده بودیم و به جای آنکه نگران متعصبان مذهبی باشیم، نگران کمونیست ها بودیم. من هنوز غذا پختن یاد نگرفتم، اما عاشق یک غذای ایرانی هستم به نام آبگوش. رضا پهلوی هم گفت حقوق بشر در آن زمان نقض شده است، شکنجه وجود داشته است، محکوم کردن این موضوع خارج از مسئله منافع گروهی و جنایی است، باید آن را محکوم کنیم. یعنی طرفدار پادشاهی. حتی رضا پهلوی میگه اگه طرفدار منی یا طرفدار پادشاهی، این اشکالا رو باید محکوم کنی، باید بگی. بعد ادامه میده که همان گونه که امروز این مسئله نقض حقوق بشر را در ایران محکوم میکنیم و پیگیر حقوق بشر هستیم، حقوق بشر نباید در گستره زمان تعریف شود.
شکنجه محکوم است با هر بهانه‌ای در هر حکومتی و تحت هر شرایطی، چه می‌خواهد ساواک باشد، چه وزارت اطلاعات، چه گوانتانامو و چه شدید یا ضعیف. آقای به نام علی مرزوقی گفته عجبا، کرولال که بودن یعنی کور هم بودن؟ بله عزیزم، این خودش بالاش نوشته که ما کور بودیم. اینجا بخونی نوشته ما کور بودیم و ببین ما دهانمان را باید میبستیم، ما کور شده بودیم. کور شده بودیم خودشون میگفت. و یه عکسی رو این آقا گذاشته اینجا، البته ایشون مأمور جمهوری اسلامیه، این عکس مال دوره شاه نیست دوستان. دوره شاه تمام این حلبی آبادا درسته که با حلبی بود، ولی همه پنج طبقه، آسانسور، سوپرمارکت زیرش، هر کدومشون استخر شنا نزدیکش. و این پدرسوخت بازی ها و دروغ ها و اینا رو بذارید کنار، آقا خجالت بکشید. اینم یه عکس از اون زمان. عجبا کرولار که بودن یعنی کور هم بودن؟ بله. اینم از این ماجرا. و اما خب نظر شما در رابطه با ترامپ شارلاتان و کیم عقب افتاده چیه؟ تنها آدم چاق تو کره این بچه 34 ساله عقب افتاده است که هر چی دلش میخواد میخوره، هر غلطی میخواد میکنه، یک کم هم ورزش نمیکنه، سیگارم میکشه، یه مدت پیشم میلنگید، اصلا با عصا را میرفت. باورتون میشه ورداشته توالت خودش رو از کره شمالی هلک 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 آورده سنگاپور که یه وقت نکنه مدفوعش رو، انش رو سازمان CIA ورداره آزمایش کنه بفهمن این چی میکشه چی میخوره. طرف گفت هلو، خب همین که این کار رو میکنی آقا یه تریاکی مریاکی چیزی زیر زبونی، نمیدونم با چای شیرین یه کاری میکنی که توالت خودت رو برداشتی آوردی. یادتونه لیبی چادر خودش رو برمیداشت با شطوراش میآورد تو واشنگتن که صبح شیر شطور تازه بخور. خب اونم لابد یه مرض دیگه مثل این داشت که دیگه بدی آخر کارم چه جراحیایی تو صورتش کرده بود. این مرده که قشنگ بود قذافی وقتی جوون بود، یه آدم ارتشی، یه آدم ورزشکار، بعد این آخر کاری ها. نمیخوام خدای نکرده به گیا توهین کنیم، ولی گی هم نه، اون کسایی که این قیافه های عوضی اینجوری خودشون درست میکنن چی بگم والا هیچ. پوتین هم همین کار را انجام میدهد. منظور شما از همین کار کدومه؟ آها توالتشو با خودش میبره. خب اینا همشون یه مرضی دارن، وقتی یه مرضی دارن اینا مخصوصا میگن کشورهایی که بسته است مثل کره شمالی، مثل روسیه، اینا البته آمریکا تا دلتون بخواد تو روسیه جاسوس داره، اینا میگه چون ما نمیتونیم، که اینجوری هم میگه که بگن یعنی ما جاسوس نداریم تو کره شمالی، میگه اینا چون بسته است و ما نمیدونیم چیزی، اینا میدونن که وقتی میان بیرون تا اونجایی که میتونن بسته نگهش دارن که ما دسترسی به اطلاعات نزدیک نداشته باشیم. خب چهارشنبه از 13 جون 2018 است، برابر با 23 خرداد 1379. گفتار عقل بشر رسیده، ولی چون این همون ماجرایی که بهتون میگم عادت میکنی به فایرفاکس قطعش میکنه. ما عادت کرده بودیم به یک برنامه به نام فایل تو سند، یعنی فایلای بزرگ تو که بیشتر از 25 و ایمیل و اینها نمیفرسه با این بفرست. یه برنامه آلمانی بود، هم آلمانی مینوش هم انگلیسی مینوش. اینا الان یک سه هفته‌ای هست نوشته مینتننس، هیچ توضیحی هم نداده. مینتننس یعنی داریم ازش نگهداری میکنیم، مراقبت میکنیم، چی میگن، نگهداری های ماهیانه فلان هرچی. اون دکمه های دیگرش کار میکنه که به ما کمک کنی، ولی اینجا که میخوای فایل بفرستی کار نمیکنه. این بنده خودم دوستمون از خلیج فارس هفته قبل با دو سه تا برنامه مختلف فرستاد تا درست شد و جمعه براتون پخش کردیم. این هفته با یه برنامه دیگه ای فرستاده، ولی 12 دقیقه است. برای ایشون نوشتم که این برنامه قطع شده یا خود شما 12 دقیقه برنامه فرستادی. جواب درستی من نداد. گفتن که آره برنامه رو گوش کن، من هم به قصه گویی پناه بردم. حالا با هم میشنوید. بله ایشون میگن که پوتین هم توالت رو میبره. خب البته پریشب اینجا مسخرهش میکردن
گفتن این آقای کیم حتما میخواد تو توالت توییت بفرسته، مجبوره که توالت خودش باشه که راحت اونجا بشینه، چون آمریکایی‌ها نصفشون یبوست دارن به خاطری که تو توالت که میرن میشینن روزنامه میخونن، تلویزیون میخونن. یه مدت پیش که تلفن بود، تلفن توی اونجا بود، حالا که تلفن دستی هست، تلفن دستی گیم و اینها، و میگن این کار به شما ضرر میزنه. اولا روزنامه و مجله نگه داشتن توی اون محیط کار اشتباهیه، چون روزنامه چیه؟ فایبره، فیبره، از درخت درست شده. وقتی شما سیفون میزنی تمام این جرما که میاد تو هوا کجا میره؟ به در و دیوار که نمیچسبه، میره اینجایی که میتونه بچسبه. بعدم شما ورق میزنی، اون نفر قبلی رفته، جرمای نفر قبلی رو شما ورق میزنی. اینه که بعضی وقتا میبینی گیج شدی، ممکنه تقصیر خودت نباشه یا تقصیر این مقاله یا عکس نباشه، تقصیر نفر قبلی باشه. هرچی میتونی اونجا کارتون رو سریع. البته یه جایی بود میگفت که یه عروسی بود، و خب تو عروسی های ایران هم که اینجوری نبود که وقتی 150 نفر مهمون میاد 4 تا توالت بیارن بذارن کنار خیابون کرایه‌ای، بعد اینجوری فلان، نه همون یه توالت بود، یکی میرفت در میزد، یکی میگو اه، یکی لغت میزد فلان اینا، که اون که اونجاست، یکی گفت که آقا منتظر فلانت نشین، زور بزن. اینم از این ماجرا. خب برگردیم بریم ببینیم که اینجا براتون چی گذاشتیم، چی نوشتیم. بله، و اما در برنامه زنده امروز نوشتیم که آقای رودی جولیانی گل گلاب، ببینید که خیلی جالبه، نوت گینگریچ میره برای مجاهده صحبت میکنه، سابقه شو نگاه کنید. این رودی جولیانی میره نگاه کنید، شهردار سان دیگو میره نگاه کنید، این آقای جان بولتون میره نگاه کنید. البته از زندگی خصوصی جان بولتون چیزی نمیدونم، نه زنی داره، نه بچه‌ای داره، نه فامیلی داره، چون آدم به این کثیفی رو حتی خانوادش هم نمیتونن تحمل کنن. ولی نگاه کنید پیج 6 اینجا، حالا آقای جولیانی و نمیدونم این همسر قبلیشه، همسر فعلیشه، جون 12 یعنی دیروز، تاریخ رو نگاه کنید اینجا کامرای 3. بله اجازه بدیم. بله اینجا میبینید نوشته جون 12 ساعت 3:39 نوشته رودی جولیانیز وایف سید هی ایز ا چیتینگ لایر، میگه این یه آدم دروغگویه که به اصطلاح توی چیزش هم خیانت کرده به این. رودی جولیانیز وایف تولد دی پست، به واشنگتن پست گفته، آن تیوزدی دات هر هازبند ایز لاینگ ون he says he hasn't been having an affair. میگه که این دروغ گفته و میدونید داره ازش جدا میشه. در هر صورت اینم از این. Nathan shot back and statement my husband denial. آره دیگه، این هم دعوای شخصی هم هست و اینه ایش بین ایشون و آقای ترامپ 6 تا زن این دوتا دست به دست کردن و طلاق دادن و اینا. حالا ببینیم چی میشه. گفت که میدونی تو آمریکا رسمه بعد از 25 سال، بعضیا بعد از 15 سال، بعضیا بعد از 10 سال میرن دوباره مراسم عروسی رو اجرا میکنن، مراسم عقد و اینا، حتی تو مهمونیهای خودشون یا تو کلیسا یا توی مسافرت که میرن یا تو لاس وگاس که میرن. بعد طرف مسخره میکرد ترامپو، میگو این زنش چون خارجیه، گفته ای اینجا عروس زن و مردا ازدواجشون باطل میشه، یعنی من الان دیگه آزادم میتونم برم. و من نمیدونم این زنه، حالا بعدن معلوم میشه چه ماجرایی هست که اولا آمده ازدواج کرده به این، خب موقع برای گرین کارت و اینا بوده، الان هم داره پول میسازه، ولی من واقعا متوجه نمیشم که این چجوری با همه این مشکلاتی که براش درست کرده این آقای ترامپ وایساده و داره باهاش زندگی میکنه. احتمالاً اون اینجا میگن پری نپچوال و پست نپچوال، اینا خود کلمه نپچوال ازدواج کردن و به اصطلاح
اینا هست که میرن وکیلای پولدار، وکیلای معروف و اینا براشون مینویسه که تو وقتی اومدی این اینقدر داشته، پس هیچی به تعلق نمیگیره، و یعنی تقریبا مثل اون مهریه و مهریه و این چیزای ایرانی، یعنی یه نوع دیگش. این هم از این ماجرا. و آقای رودی جولیانی را اگه خواستید بیشتر بشناسید، فقط برید توی گوگل و یوتیوب و اینا تایپ کنید و ببینید. و حالا از این دروغگوها میبرمتون به اون دروغگوها. این آخوند با هم ببینید، میگه مردم یا آخوند مغزشان درگیر مردم یا آخوند مغزشان درگیر توهمات. چرا شخصیت‌های دینی و مقدس باید جادوگر باشند تا به آنها عظمت داد؟ خب دلیلش همه اینه که این تعریف میکنه. اگه یه آدم معمولی باشه، طرف میگه خب اونم معمولیه مثل من، حالا یکیش باید از دیوار بالا بره، یکیش باید مار درست کنه، یکیش باید نمیدونم از تو دهن سوسمار بیرون بیاد چی بوده، و یکیش باید بشینه کشتی درست کنه، کارهای خارق العاده انجام بده و هیچ کم ندیده، همش روایت و حدیث و دروغ. اینم یه دروغگوی دیگه. امام جواد داشتن میرفتن، یه جوانی گفت آقا به خدا من خیلی فقیرم، ندارم فرصتم، ندارم حضرت داشتن کنار یه باغ زیتون رد میشدن، فهمودن چقدر میخوای، گفت آقا هرچی بیشتر. حضرت دستشون همینجوری به درخت میزدن، برگای درخت زیتون طلا و نقره میشید میریخت تو دامن این شخص، برگای درخت با یه اشاره حضرت اولاق اشاره نبود، تو گفتی با دست زد، خودش میگه که با دست زد، بعد میگه با یک اشاره. و اینا چون دروغ میگن کم حافظه هم میشن. مگه این امام زمان چند سال عمر کرده؟ این که میگن بچه بوده که ناپدید شده، مثل آقا مسعود رجوی، اینم بچه بوده، بعضی ها میخواستن بچه ها رو برای خودشون نگه دارن بردنشون این بر اومد. خانم لیلا بیگلو، سلام و خسته نباشید. آقای سوربی، منم به شما سلام میکنم. کجا بودی لیلا خانم؟ نبودی، تابستون رفته بودی وکیشن، انشالله خوش گذشته باشه. خب و میبینید این اینجوری میگه، اون یکی میگه امام رضا اونجوری، بعد خود امام رضا مسموم شده. این آقایی که میتونه اینقدر معجزه کنه که دست میزنه، میگه دست میزنه به برگای درخت زیتون، حالا امام زمان کجا زندگی میکرده، اصلا تو اون منطقه زیتون وجود داره یا نداره و اینها، بمانه دست میزده به درخت زیتون، برگها میریخته و میشده طلا و نقره. این یکی گفته آقا دیگه خیلی بسته، سنگین شد، نمیتونم برم. از اینجا میگه دست میزنه، از اونجا میگه با یک اشاره ایشون. باورش میکنن؟ بله، همون جوری که دوستان ما که دانشگاه رفتن، دوستان ما تو قرن 21 این شالاتان رو باور میکنن، ترامپ رو باور میکنن که هیچ معجزه‌ای هم نشون نداده. خودش به زبون خودش میگه که حالا من شاید 6 ماه دیگه اومدم گفتم همه چیزهایی که راجع به این پسر گفتم بی خوده. بعد خودش میگه، خودش باز میگه، البته میدونید که من هیچ وقت نمیام بگم من چیزی رو اشتباه کردم و یک داستانی براش میسازم. برید اینا رو نگاه کنید، لازم نیست من بیام بهتون بگم، خودتون حرفایی که این میزنه، ولی به دید انتقاد بشینید نگاه کنید، نه به دید هر چی گفت بگه به به. این آقای انصاری میگه شاه اگه تو سر یکی میزد میگه قربان دستت، یکی دیگه هم بزن این بر. یه روز دیگه میگه داشتم به این رضا پهلوی میگفتم نذار اینایی که میان اینجا اینقدر تملق تو رو بگن، تملق بدبختت میکنه. میگه یه احمقی از در آمد یه شعری گفت، ببخشید اینجوری میگم ما، واقعا تو شعره این بوده که مثلا گوه تو نمیدونم ادرار تو عطر و فلان مان. بعد میگه رضا پهلوی هم شروع کرد خندید و خیلی خوشش اومد، بعد گفت، میگه من به خودم گفتم منو ببین که با کدوم احمقی دارم اینو میگم، البته بهش اون موقع نمیگفته احمق. وقتی به پایان نزدیک میشه دروغ ها زیادتر میشه. آقای حسن باقری، منظورتون پایان چیه؟ آقا 40 ساله دارید میگید پایان این آخونداست، تو رو خدا. حالا دیگه این علی جوانمردی هم که با دوربین مجهز بدون استندش رفته اونجا گزارش تهیه کرده که به زودی اتفاقاتی خواهد افتاد. خیلی ها طرف میره از دم مجلس گزارش تهیه میکنه برای 16 تا بلاک اون ورتر، مجلس اینجا نقطه صفره، این ور خیابون یکه، اون ور خیابون یک، شما میری تا خیابون 15 16 میشه کاخ سفید، 16 بلاک اون ورتر
بعدم آخرش میگه امروز تعطیلم. اینو برای علی جوانمردی بفرستید دوستان، بگید بابا سربی میخواد باهات حرف بزنه، جوان خودتو خراب نکن، تو که یه شغلی داری، داری پول در میاری، هی میری نمیدونم کرکوک، کرکوک نه اون کجاست، توی کردستان میگفتن خیلی امنه، البته چند مدت پیش گفتن آقا اونجا هم خیلی امن نیست، نری اینکه اوضاع خراب. خب ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم. بله، شرکت هپکو یا هیکو، هپکو، این بدبختی ما هم که همه چیزامون باید تبلیغ باشه. مثلا نوشته کارگران شرکت هپکو، کو یعنی کمپانی، یعنی شرکت. دیدید بعضی هم میگن که ما امروز میخوام بیام تو تلویزیون مردم تیوی، میگن بابا وقتی گفتی تلویزیون مردم دیگه نباید بگی تلویزیون مردم تیوی. کارگران شرکت هپکو، بذار براتون اینا مال رفتن تظاهرات کن. ببینید وقتی میگم خانه از پایبست ویرانه است، وقتی که آقای منصور اوسانلو از ایران در میره میاد اینجا تو نیویورک برای خودش زندگی میکنه، اون وقت اربیل، خیلی ممنون فرق، میگه که اون شهری که اسمشو میگی اربیل. آره یه دوستی هم داشتیم اینجا وکیل بود، پول مردم کشید بالا و رفت اربیل چون اصلش کرد بود، میشناسیش حتما، حالا اسمشو نمیگه. بله، تظاهر کننده رفته حقوقای عقب افتادهشو بگیره یا هر چیز دیگه. نوشته فکر کنید ما هم فلسطینی هستیم، کارگران شرکت هپکوی عراق. من برای این دوستون نوشتم، فکر کنم خود فرخ برام فرستاده بود، گفتم آقا این که خیلی بد میشه، حالا اینا میگن خب حالا که فلسطینی هستی ما شما رو میبریم اونجا، شما رو میذاریم جلو فلسطینیایی که دوستشون داریم که تک تیراندازای اسرائیلی به شما تیر بندازن. آقا چیکار فلسطینی داری؟ یا اون آبادانی‌ها که دارن تعریف میکنن، میگه آقا چرا نمیدونن آب اینجا رو داری میفسی عراق، چرا اینا رو میگی برید بگیرید، برید بریزید پدرشون رو در بیارید، به جایی که الان ولک زدی فیلم فوتبالمون هم بازنده شد، خدا رو کولت من تا شب نخوابیدم. اصلا گفتم آقا خب معلومه کارمون خیلی خرابه با این اوضاع، فکر کنید ما هم فلسطینی هست. باش چشم، شما فلسطینی هست. اگر کسی میره بیرون تظاهرات، میره اعتراض، بعد شعارش اینه، نشون میده که خب بعدم یا با کتک یا چی میره خونه. خب دزدی، کارمیونی بار هندوانه در جاده ثابت تهران چپ کرد و رهگذاران به جای کمک رسانی خنده کنن در حال دزدی هستن. من اینو بهتون اون روز نشون دادم، او وکیل نبود. سلام، شما از کجا میدونی کی بود؟ آها، در دفتر وکالت کار میکرد. راست میگی، حالا نمیخواد اسمشو اینجا بنویسی آقای ایران بومی. این آقا توی دفتر برای وکلا کار میکرد، شما کاملا درست میگی، و اتفاقا به من گفته بود که میتونه برای ایرانیایی که مشکل سوشال دارن این حقوقا و اینها یه کاری انجام بده. بهش گفتم آقا من نمیگم، خودت بیا بگو، شماره تلفن و آدرس و اینا بگو چیز کن. میگفت که براشون میگیرم، یه پولی میگیرم ماهیانه. شنیدم آقای حمزه پور هم این کار میکنه. حمزه پور هم گویا نه دکتره نه وکیله، توی یه دفتر وکالت کار میکنه. اینجا خیلی ها هستن و پارالیگال به اینا میگن، کارچاخکن خودمون، کارچاخکن خودمون دیگه. مثلا یه فامیلی دارن، یه دوستی دارن، یا طرف اصلا آرش میشه با اینا صحبت کنه، میگی تو کاری نداشته باش، آقا من اینا رو میارم شما کارشو درست کن، یه پولی هم من میگیرم. ممنونم. کارچاخکن ایشون بوده و وکیل نبوده، در دفتر وکالت کار میکرد، یه سری پول از ایرانیا گرفته بود براشون گرین کارت بگیره و از اینایی که 800 هزار دلار بده بیا اینجا برات ساختمون میسازیم، شما تو اون ساختمون شریک باش اینا. بعد یه وقت فهمیدیم که مردم میدانستن، بله یه دفعه فهمیدیم که سر از چیز در آورد، مشاور. بله شما میگید مشاور، ولی اینا مشاور هم نیستن، مشاور یه مسئولیتی داره، اینا کارچاک کنن، اینا پادو هن. پادو، پادو یعنی کسی که میدوه از این دفتر به اون دفتر. حالا اسمش شما میخواید مشاور بزنید، خب شما لطف دارید به اینا احترام میذارید. بله، وقتی که ماجرای این کامیونی که چپ شده بود من اون روز دیدم، یادم به پدر خود من افتاده بود. پدر من توی زمستون سختی اون موقع که میرفتن از آبادان
تانکرها نفت و اینا می آوردن برای شیراز، وقتی آمده بود توی این جاده های بسیار خوب زمان شاه از جاده سر خورده بودن، یخ بندون بود، رفته بودن افتادن پایین، ماشین چپ شده بود. حالا این که ماشین چپ شده، مردم به جای اینکه بیان کمک کنن بشکه و اینها آورده بودن. همون زمان شاه که نفتم کم نبوده، نفتم مثل انقلاب نبود، ولی نفتا رو میدزدیدن. این دزدی دیگه. البته میشه هم بگیم که اینا میخواستن محیط زیست خراب نشه و این نفتای تانکر پدر ما نره توی رودخانه نمیدونم کجا بوده، نزدیکای شیراز، دشت ارژن این وره، نه یه جایی بود اتفاقا میرفتن برای تفریح، یه پل قدیمی بود که مثلا اون پل نقل 200 سال اینا بوده، بعد یه پل جدید زده بودن، فکر شرکت اسفرزاده زده. بله ایشون نوشته مشاور هم نبود. من با آقای شهرام ایران بومی هم عقیده هستم، ایشون مشاورم نبود. بذارید ببینیم این مجید و اینا میدونن اون به طرف حسین آباد که میرفتی یه جایی بود قرقاج بود نمیدونم چی بود، اونجا خلاصه افتاده بود و این کامیون منو یاد اون ماجرای تصادف که میشه تصادف گفت، اینسیدنت، اینجا دو تا چی داریم، یکی اکسیدنت داریم یکی اینسیدنت داریم. اون اتفاقی که افتاده بود و مردم آمدن دزدیدن بردن، اون موقع مردم شاهی بودن و حالا اینا رو یه سری بچه های کوروش برای من میفرستن، میگن نگاه کنید آقازاده ها چجوری هندونه میدزدن، یه سری هم آقازاده ها میفرستن میگن نگاه کنید اینا فرزندان کوروش هن. من برای دوستمون این آقای دکتر آرمانی گفتم به نظرت شما اینا بچه های کوروش هن یا آقازاده های آخونده هستن؟ فردا من در برنامه میگم فردای دیروز میشه امروز. آقا اینا ایرانی هن. اینا من و تو هستی. همین روزا یه جایی یه فیلمی پر کردن، یه نفر داره با کیف میره، کیفش باز میشه، پولا میریزه، یکی صداش میزنه، یکی پولا رو میریزه تو مغازش، بعد صداش میزنه، یکی اصلا صداش نمیزنه، همینجوری پولا رو جمع میکنه میره. همین آمریکا هم همینجوری هست. میبینیم یه کارگری، یه کسی که میاد صبح زباله ها رو میبره، یه دفعه مثلا 800 هزار دلار پیدا کرده به صاحبش تحویل میده، ولی یه نفر که پول داره 200 دلار 300 دلار یه جا پیدا کرده میکشه بالا، تازه وقتی هم با دوربین نشونش میدن که آقا اینها تو پول رو برشتی، قبول نمیکنه. بله فرخ میگه که مثل شوهر خانم که کم کم داره وکیل میشه. نه دیگه چیزای خصوصی رو ولش کن. تاچارا نه، تاچارا بالای قصر و دشت بود عزیزم، اتفاقا ما تاچارا رو میرفتیم مینشستیم اون جلو بشه یه جای خوش که بی خود. ولی اونی که میگم از جاده از سیمان میرفتی بالا، یه پل قدیمی بود، یه آب کمی هم میومد، ولی ملت میرفتن زیر همین سایه پل مینشستن دلشون خوش بود. یه جا میدون تیراندازی هم بود سمت چپ، من یادم با هوا برد میرفتیم برای تیراندازی و اینها، پر قرقاج، نه قرقاج داریم همچین چیزی، یادم رفته دیگه. بله درصد ممنون و متشکرم که هستید و اینجوری هم جواب میدید. 3 دقیقه دیگه شما رو میبرم به اونور آبها، به خلیج فارس، به اون هوای گرم و گفتار عقل بشر رو با هم گوش میکنیم، ببینیم که این برنامه تصادفاً زمانش کم شده یا اینکه دوستمون به این نتیجه رسیده که هرچی برنامه کوتاه‌تر باشه مردم بیشتر توجه بکنن. خب پس از دیدن فیلم نماز زنان و آن دزد به فکر افتادم که چه خوب بود. یادتونه من یه فیلمی نشون دادم خانما وقتی نماز میخونن و رفتن روی سجده یا سجده، یکی دیگه آمد کیفایی که جلو اینا بود دزدید و رفت، اینا هم تا از سجده اومدن بالا و شاید هم متوجه نشوندن دیگه کاری نتونستم کنم. پتیک از کالیفرنیا نوشته که پس از دیدن آن فیلم گفتم که چه خوب بود کشورهای اسلام در محل نماز مانند ایستگاه قطار آلمان جعبه های کوچکی با هزینه کم تعبیه نمایند، هم کمکی به مردم و هم کمکی به دولت. بعد میگه که خودمانیم، از این دولت های احمق من چه انتظاراتی دارم، بزرگ نمیر بهار میاد، کمبوزه با خیار میاد. من اون چیزا یادمه، فرودگاه ها و ایستگاه های قطار معمولا بانهوف ارزون تر بود، ایستگاه قطار کلا کسی که از قطار استفاده میکنه
ارزونتر بود. برعکس اینجا، اینجا قطار خیلی گرونه. اینجا با هواپیما بخوای بری نیویورک بلیت 100 دلاری هم راوند تریپ رفته برگشت پیدا میکنی، با قطار 200 دلار. در هر صورت وکیل اگر کلاه بردار می بود در زندان بود، ولی پادورا خیلی نه، خیلی وکیل هم هستن که میدونن در میرن، اونم حالا یه جایی مثل اربیل، اصلا کی میتونه بره قانونش رو، کی میتونه بره چیز کنه به اصطلاح دنبال بگیره. این دوستون نوشته با این کارها خود را خیلی زرنگ تصور میکنن. و ببینیم که نوشته هنر نزد ایرانیان است و بس، ببینیم چی میگه این. من این صدا رو کم کنم. فرخ هم گفت که ویدیوها اول صداشو کم کن، بعد که شروع کرد صدا رو ببر بالا. بله، باید یه دونه آدیو چیز داشته باشیم اینجا تا این کار انجام ده. این چیه بالا؟ فایفا، فایفا ورد کات رانچه. آها، این اومده با این قیون درست کنه. کپیه، کپیه اون جام فیفا مال فوتبال، فیفا هم بهش میگن، درست کرده و داره قلیون میکشه. و این میگه که هنر نزد ایرانیان است و بس. بذارید من این عکس رو اینجوری بهتون نشون بدم، اینجوری که بهتر ببینید. ببینید یا نه؟ خب اینا بازیم هی قطع وست میشه ویدیوه، چون خدا میدونه این ویدیو کجا هست. ما به اون که وصل میشیم، البته اگه دوستمون آقای عبداللهی باشه میگه خب سرعت شما کمه. خیلی خوشم اومد به حاضر جوابیش، یعنی اصلا بدونی که بره ببینه اشکال از کجاست، فوری گفت آقا اشکال از من نیست، از تو. کاکو جون سلام، برنامه 2 ساعته رو دیدم و کمتر شنیدم. در آخر برنامه که ترانه بندری گذاشته بود و نمیدانستی در چه مورد میخواند، چون خوزستانی ها مخصوصا آبادانی ها عاشق فوتبال و مظهرشان تیم برزیل است، لذا نام نیمار یا نیمار بهترین بازیکن تیم را صدا میزدند، نیمار نیمار و الی آخر. من گفتم روسیه، ببخشید اشتباه بوده، تیم برزیل. حالا اون فوتبال هم، اونم اگه بتونم راجع به رودخونه کارون و اینا براتون پیدا میکنم. World Cup 2018 schedule، میدونید که همین امروز یا دیشب خیلی دیر اعلام شد که سال 2026 مثل اینکه این جام جهانی فوتبال دوباره در آمریکا هست. حالا تا اون موقع فکر کنم یه قطر هم باید بریم یا رفتیم، و خیلی ها اعتراض کردن. بعد معلوم شد که سوء استفاده هایی بوده، زیر میزی دادن، باج دادن، فلان اینها از اینجوری. میگه که همین هفته یک خلافکار را که به اربیل فرار کرده بود با روش ساده در آنجا بازداشت شد و بعد 3 روز فرار از پس دادن دست و فرار از و پس دادن دست بسته او را به آلمان آوردند. خب خدا کنه اینجوری باشه. اگه کسی دوستان میخواد به آقای ایران بومی تماس بگیری، شاید ایشون بتونه راهی بهشون نشون بده، چون بعضی از دولت‌ها با همدیگه این قانون استرداد به اصطلاح مجرمین رو دارن که اگه کسی یه جای جرمی انجام داده باشه، شما اونجا بری دادگاه، حتی قیابی هم به اصطلاح جاجمنت بگیری، بعد میتونی به اون کشور اطلاع بدی که آقا این سوربی که اینجا نشسته، این باید برگرده شیراز، پول مردم خورده مثلا اینجا. خب و اما you may know the Iranian soccer team has qualified to play in the World Cup. میگه که همینجوری که میدونید تیم ایران به اصطلاح میره برای World Cup، ولی اگه این میره پس چرا اونا ماتم گرفته بودن؟ Games are televised by Fox Sport and Spanish channel Telemundo regardless of political view. میگه اگه خواستید جون 15 دو روز دیگه، یعنی جمعه، گویا این مسابقات هست. من یه زمانی چون بیننده های تلویزیون میگفتن و اینها، ما میرفتیم یادمه همین بیوانی معتاد و چند تای دیگه میرفتیم این رستوران های این برابر، و این همونجا مفتخور بود. اونجا دیگه باختی بار میری، بار ایلندی، هر کسی میره مشروبشو میخره میاد. این میومد میگه ولی چی میخوری؟ به منم میگه کوکا، به جای کاکو میگه کوکا چی میخوری؟ گفتم آبجو. میگفت این بده من یکی دیگه برای خودت بگیر.
کاری هم نداشت، کسی دهن زده به این، فکر کنم کسی جیش هم کرده بود این میخورد، میگفت مفت باشه. دقیقا رودخونه قرقاج بین حسین آباد و خیرآباد. پس بابا هنوزم میدونی چرا یادمه؟ بذار برات بگم. یه دفعه عموی من اومد، اون وقت رفت اونجا، بعد اینقدر مشروب خورد مسگر که ماشینشو توی رودخونه، آقا رودخونه هم دیده بودی که میگه حالا ماشین تام بیار اینجا تو سایه، یا برو اون ور که خنک، شیرازی هم آخه خیلی هندونه با تو آب باشه، خربوزه با. خلاصه چپیدی اونجا گیر افتاد تا شب، همه میگفتن خدا فلانت کنه. خب چرا اومدی؟ داشتیم مثل آدم میرفتیم، حالا از خونه تا نصف شب گیر افتاده بودیم. پس 20 ساله بوده که در آلمان، پسر 20 ساله‌ای بود که در آلمان دختر 15 ساله‌ای را کشته بود. حتما میخوای بگی رفته بود یه جا برگشته بود، ولی نصفش رسید باقیش نرسید. در صورت اینم ماجرای فوتباله. این دوستمون کوروش از فلوریدا فرستاده و نمیدونم کسی هست از شما تو فلوریدا باشه یا نه، و اما میگه که اون عکسی بود که اون روز یه نفر، من گفتم خب آقا اگه اسم شما محموده چرا این عکس رو گذاشتی؟ بعد نوشت این عکس پرستار فلسطینی هست که به اصطلاح کشته شده. خیلی ممنون. حالا جالبه، بعد از اون این به اصطلاح Jewish Voice for Peace، یعنی صدای یهودیان یا صدای کلیمیان برای صلح، اینا برای من چیزا رو میفرستن. سال هاست که چی نمیشه بهشون بگی، فالو میکنم، یعنی نوشته هاشون اینا رو میفرستن. گاهی وقتی هم طلب پول میکنن اگه دستمون برسه و داشته باشیم کمک. در صورت میگه که 10 روز قبل این خانم رازان النجار که والانتیر یعنی داوطلبانه کار پرستاری رو انجام میداده، اصلا قیافه این خانم رو ببینید، جوانیش رو ببینید، واقعا ننگ بر این نتنیاهو، ننگ بر دیکتاتوری مثل ترامپ که حالا نتنیاهو و یهودی ها چون پول دادن به این کمک کردن این توی وایت هاوس باشه، اینجوری داره چی میکنه. کسی که وقتی آمد اینم میگفت که یهودی ها از لحاظ اقتصادی ما رو فلج کردن چنین و چنان. درستان ممنونم از اون دوستمون محمود و ویسبادن. خب تیکه تیکه تلگرافی ننویس آقای اکبری، قشنگ بنویس تو دو سه خط که ما بخونیم. ویسبادن هم جای بسیار زیباییه. من همین 2 سال پیشم که اومدم رفتم ویسبادن، ولی چشمتون روز بعد نبینه، توی اون فوستگانگر آقا همه عربی حرف میزدن، همه عربی. میدونی کجا رو میگم دیگه؟ اونجا کازینو، این طرف خیابون جای قشنگیه و ساختمون قشنگی و کوچه های قشنگی و بار قشنگی و اینها، فوستگانگر میگن. فوستگانگر به آمریکایی میگیم جایی که به اصطلاح بوردواک ها، مثل بوردواک اینا، بین کوچه اینا. خب دوستان عزیز، ما یادمون رفت که ساعت 3 شده. شما نباید یاد ما بیارین که ما این نوار چیز رو پخش کنیم. بذار من اینو خاموش نکنم، این ببندم نوار رو. خدایا کجا رفته؟ شمارش چنده؟ بذارید از خودش اوریجینال، اینجا من سیوش کردم ولی نیستش. خدایا چیکار کنیم ما؟ بذارید از داخل خود ایمیل ایشون دوباره بیارمش، چون صبح فکر کردم این اصلی نیست، رفتم و آمدم. حالا دانلود یا اصلا بگیم پلی، ببینیم پلی میکنه. بله گوش کنید با هم، اینا رو من خاموش میکنم. پیام شما یا برنامه سلام گرد، ببخشید، برنامه شما هم دوستان اگر بخواین میتونید از تلویزیون مردم پخش بشه. فعلا من میرم شما رو میذارم با این باغ و دوتا همینجا هستم ها، فقط قید میشم. اینم معجزه امام سوربی. و بسیار داغ از هوای آتشین تابستان خلیج فارس خدمت شما. سلام گرم و بسیار داغ از هوای آتشین تابستان خلیج فارس
خدمت شما بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیون مردم. در گفتارهای پیش مسائل سردرد آوری تقدیمتان شد که الحق و الانصاف می باید ساده ترش کرد. آنچه امروز تقدیمتان می شود داستانی است که خود تألیفیده ام. جهت نافراموشی وضع عقل و انباشته هایش به شکلی ساده این وضع برایتان شرح داده می شود، به خصوص که دو روز دیگر عید فطر است و با تبریک این مناسبت برایتان خوشی همیشگی آرزو می کنم. شخصیت داستان یک کودک پسر است. چرا کودک؟ برای اینکه همه انسان ها با مغز خالی دنیا آمده و نیکی و خوب و خوشباور بودن از صفات روانشان است. این محیط زندگی و روش پرورش هستند که انسان را به تدریج بدون اختیار به روال و جریان فرهنگ عمومی جامعه برده و این نیک صفتی را تغییر می دهد. به درویی و یا دروغگویی و فریبکاری و دیگر صفتها آموزش می دهد. به اضافه تزریق اصول دست و پاگیر در کودکان آسان تر است. همین اصول فرا گرفته شده در کودکی هستند که ما را از پذیرش دیگر اندیشه ها دور نگه داشته و راه و روش و پیوند خورده به زندگیمان شده. امیدوارم از شنیدن این داستان کوتاه خوشتان بیاید و تر پایان بیندیشید و از خود بپرسید چه و تا چه اندازه و چه مقدار بدون اختیار اصول و معیارهای مختلف به مغزمان تزریق شده یا به ما تلقین گشته و تصورهایی کاشته که از آن رهایی نتوان. گریز از تلقینها به بیشعوری چه وقت و چگونه ممکن است؟ چرا پس از یک خوردن و یا افتادن در بحران می اندیشیم و اشتباهمان را هنگام سستی و ناتوانی درک و تشخیص می دهیم؟ آیا پس از سرخوردگی تغییر کرده و یا توان اعتراف به اشتباه را در خود داریم؟ یا به لجبازی و پافشاری بر غلط و اشتباه ادامه می دهیم؟ نام این داستان تلقین است، وسیله‌ای برای تسلط بر مغزها. تلقین یعنی وارد کردن اندیشه و اصول و معیارها که توسط چشم و گوش به مغزمان تزریق می شوند. همه سلطه‌جویان و حکمرانان برای انجام هدفهایشان از همه وسایل استفاده کرده و منظورشان را به عموم تلقین می کنند. بدین علت در کشورهای دیکتاتوری خواندن هر گونه کتاب و یا شنیدن صدای مخالف ممنوع است. پس از تلقین شدن مغز از اندیشیدن باز می ایستد. چشم نمی بیند، گوش خواهان شنیدن گفتاری دیگر و یا مخالف نیست. انسان خود را صحیح و بی‌عیب و درست کار می‌داند. تنها چیزی که موجب رد تلقین و اخراجش از عقل می‌شود یک خوردن و تغییر ناگهانی اوضاع و احوال است که غالباً دیر اتفاق می‌افتد. آنگاه عوض شدن و دیگر اندیشیدن فایده‌ای ندارد. امیدوارم این داستان اندیشه‌گرایی شما را افزایش دهد. یکی بود یکی نبود. قدیماً زندگی در شهر ما ساده و آسان بود. اغلب نیازمندی‌های کم آن دوران با راه رفتن و در محیط نزدیک خانه به دست می‌آمد. مغازه سلمانی فقط چند صد متری از خانه فاصله داشت. پدرم با سلمانی قرار گذاشته بود هر وقت خواستم سر بتراشم به مغازه‌اش رفته و او سرم را اصلاح و بدن دستمزدش را دریافت کند. آن روز سرد زمستانی با پالتوی بلند قهوه‌ای رنگ از برابر مغازه سلمانی می گذاشتم. هنوز استاد سلمانی سر کار نیامده بود. پسر بچه این گفتم بهتون که امروز متاسفانه بذارید ببینیم و 4:19 رفت قطع شد، ولی یه پروگرام دیگه برای من ایشون فرستاد. 3 تا 4 بار بنده خدا فرستاده. اون یکی تا 11:00 رفت قطع شد. بذارید ببینم میتونم اونو پیدا کنم یا برم توی ببینیم. مثلا این یکی چیز هست، کرومه، میبینم درست کار نمیکنه، با اون پلیر کار نمیکنه، میرم تو فایرفاکس. یعنی ماها رو گذاشتن سر کار. سال هاست که میگن ما
یک موتور جستجوگر یا ماشین یا هر چی که درست میکنیم یونیورسال باشه. یونیورسال یعنی به همه چی میخوره، آچار فرانسه. ولی دروغ میگن اونا، گفتم شما باور میکنی؟ چقدر ساده است. ببینیم که این ایمیل ما باز کنیم اینجا، امیدوارم باشه. میگم چند بار به این دوستمون گفتم این 12 دقیقه از آخرشم بدون خداحافظی میره، درسته؟ گفتن بله. من امروز قصه گفتم. انتریور پس ببینیم که من هنوز یه انگشتی تایپ میکنم. درسته دیگه، اشتباهی دارم پسورد فیسبوک رو به این میزنم. خب بذارید ببینم میتونم پیداش کنم. بله، این دوستمون 17 مگابایت سیوش کنیم، یعنی بیاریمش اول تو سیستم خودمون، حالا از سیستم خودمون پلی کنیم. عقل بشر، برنامه شماره 56. سلام گرم و بسیار دا از هوای آتشین تابستان خلیج فارس خدمت شما بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیون مردم. در گفتارهای پیش مسائل سردرد آوری تقدیمتان شد که الحق و الانصاف میباید ساده ترش کرد. آنچه امروز تقدیمتان می شود داستانی است که خود تألیفیده ام. جهت نافراموشی وضع عقل و انباشته هایش به شکلی ساده این وضع برایتان شرح داده می شود، به خصوص که 2 روز دیگر عید فطر است و با تبریک این مناسبت برایتان خوشی همیشگی آرزو می کنم. شخصیت داستان یک کودک پسر است. چرا کودک؟ برای اینکه همه انسان‌ها با مغز خالی دنیا آمده و نیکی و خوب و خوشباور بودن از صفات روانشان است. این محیط زندگی و روش پرورش هستند که انسان را به تدریج بدون اختیار به روال و جریان فرهنگ عمومی جامعه برده و این نیک صفتی را تغییر می‌دهد. به دروغی و یا دروغگویی و فریبکاری و دیگر صفتها آموزش می دهد. به اضافه تزریق اصول دست و پاگیر در کودکان آسان تر است. همین اصول فرا گرفته شده در کودکی هستند که ما را از پذیرش دیگر اندیشه ها دور نگه داشته و راه و روش و پیوند خورده به زندگی من شده. امیدوارم از شنیدن این داستان کوتاه خوشتان بیاید و تر پایان بیندیشید و از خود بپرسید چه و تا چه اندازه و چه مقدار بدون اختیار اصول و معیارهای مختلف به مغزمان تزریق شده یا به ما تلقین گشته و تصورهایی کاشته که از آن رهایی نتوان. گریز از تلقینها به بیشعوری چه وقت و چگونه ممکن است؟ چرا پس از یک خوردن و یا افتادن در بحران می اندیشیم و اشتباهمان را هنگام سستی و ناتوانی درک و تشخیص می دهیم؟ آیا پس از سرخوردگی تغییر کرده و یا توان اعتراف به اشتباه را در خود داریم؟ یا به لجبازی و پافشاری بر غلط و اشتباه ادامه می دهیم؟ نام این داستان تلقین است، وسیله‌ای برای تسلط بر مغزها. تلقین یعنی وارد کردن اندیشه و اصول و معیارها که توسط چشم و گوش به مغزمان تزریق می شوند. همه سلطه‌جویان و حکمرانان برای انجام هدفهایشان از همه وسایل استفاده کرده و منظورشان را به عموم تلقین می کنند. بدین علت در کشورهای دیکتاتوری خواندن هر گونه کتاب و یا شنیدن صدای مخالف ممنوع است. پس از تلقین شدن مغز از اندیشیدن باز می ایستد. چشم نمی بیند، گوش خواهان شنیدن گفتاری دیگر و یا مخالف نیست. انسان خود را صحیح و بی‌عیب و درستکار می‌داند. تنها چیزی که موجب رد تلقین و اخراجش از عقل می‌شود یک خوردن و تغییر ناگهانی اوضاع و احوال است که غالباً دیر اتفاق می‌افتد. آنگاه عوض شدن و دیگر اندیشیدن فایده‌ای ندارد.
امیدوارم این داستان اندیشه گرایی شما را افزایش دهد. یکی بود یکی نبود. قدیما زندگی در شهر ما ساده و آسان بود. اغلب نیازمندی های کم آن دوران با راه رفتن و در محیط نزدیک خانه به دست می آمد. مغازه سلمانی فقط چند صد متری از خانه فاصله داشت. پدرم با سلمانی قرار گذاشته بود هر وقت خواستم به سر بتراشم به مغازهش رفته و او سرم را اصلاح و بدن دست مزدش را دریافت کند. آن روز سرد زمستانی با پالتوی بلند قهوه‌ای رنگ از برابر مغازه سلمانی می گذاشتم. هنوز استاد سلمانی سر کار نیامده بود. پسر بچه شاگرد سلمانی که چند سالی از من بزرگتر بود پیاده رو روبروی مغازه را جارو می کرد. وقتی چشمش به من خورد پرسید میخوای سرتو بتراشم؟ جواب ندادم. او گفت نمیدونی یه مدل سرتراشی نو یاد گرفتم که اگر سرت رو اونطور بتراشم خیلی زیبا میشی و همه حسرتت رو میخورن. با آنکه موهایم بلند بود در آن روز سرد به سرتراشیدن علاقه نداشتم، اما او دستم را گرفت و با تکرار سخنان تشویق آمیز و شرح و وصف زیبایی فوق العاده و خیره کننده که به من خواهد داد مرا به داخل مغازه برد. بر روی دو دسته سلدلی سرتراشی چوبی نهاد و مرا بران نشاند تا بالا آمده و در آینه خود را ببینم. شاگرد سلمانی سرتراشی را شروع کرد. از تکرار زیبایی که نصیبم خواهد کرد دست بر نداشت. چشمانم به آینه دوخته شد. او مشغول اصلاح سرم شد. هرگز از تکرار وصف زیبایی مدل سرتراشی ابتکاری خودش باز نایستاد. آرام آرام قانع شده و آن زیبایی را که او از آن سخن می گفت در خود می دیدم. زیباییم افزون می شد. با هر حرکت دست و تعریفش در آینه خود را خوشگلتر می دیدم. شاگرد سلمانی گفت ببین چقدر زیبا شدی. وای وای مردم شگفته خواهند شد. خیلی ها حسودیشون میشه. این مدل سرتراشی رو تا حال کسی تجربه نکرده. خودم اونو ابتکار کردم. شاگرد درست میگفت. زیباییم خارق العاده شده. قانع بودم که خوشگلیم غیر قابل وصف است. بسیار شاد به زیبایی بی نظیرم خیره گشته و مطمئن بودم مورد توجه همه خواهم شد. با تکرار سخنان شاگرد سلمانی و نگاه به طرح موی خیش این زیبایی را با چشمانم می دیدم. از این تغییر بزرگ در شکل خود فقط با یک مدل موی سرتراشی ایجاد شده در شگفت بودم. در آینه روبرو زیبایی موهایم را خودم می دیدم. اصلاح سر تمام شد. از صندلی پایین آمده به سوی خانه روان گشتم. در آن روز سرد زمستانی که همه کلاه و شالگرد و پالتو بر کرده بودن نگاه همگان به من خیره شده بود. از کنارم کسی نمی گذشت که به سر من نگاه نکند. پیدا بود مدل موی سرم آنها را شگفت زده کرده. احساس غروری ناگفتنی در من می جوشید. احساسات مرا محاصره و سراسر وجودم را در اختیار گرفته بودند. هرگز چنین دیده های خیره شده مردم را به خود تجربه نکرده بودم. چنان قدم برمی داشتم که بیشتر نمایان شده و از نگاه های آبرین بیشتر لذت برده و غرور به هیجان آمده درونم را سیر کنم. عجله داشتم به خانه برسم مادرم را با دیدن این فوق العاده زیبا فرزند شاد و خرسند سازم. در خانه را باز کرده وارد شدم. مادرم در حیاط خانه زیر آفتاب بر صندلی نشسته سینی بر زانو سبزی های نهار را پاک می کرد. هنگامی که چشمش به من خورد و قبل از این که دهان باز کنم شیونی کشید و بر پا ایستاد. سینی سبزی بر زمین افتاد. فکر کردم زیباییم مانند دیگران او را شگفت زده کرده و برعکس خاموشی مردم غریب می خواهد خرسندیش را ابراز کند. قبل از اینکه دهان باز کنم با جیغ پرسید کی این بلا رو سرت در آورد؟ با کمی خودنمایی گفتم موهام میگی که زیبا تراشیدم؟ گفت کو موهات؟ روی سرت مو نیست. برای اولین بار بر سرم دست کشیدم. مویی به سر انگشتان دستم نخورد. سرم صاف بود. مادرم شیون میکشید. دیگر سخنانش رو نمیشنیدم. سوی آینه روی تاقچه حیاط دویدم تا خودم را ببینم. با
گویی که در آینه سلمانی به خود نگاه نمی کردم یا اصلا خودم را ندیده بودم. نگاهی دیگر می خواستم بکنم که موهایم را زیبا دیده و مادرم را اشتباه کرده و مقصر بخوانم. اما عجب، مادرم راست می گفت. سرم از ته با تیغ تراشیده شده بود، مویی بر سر نداشتم. احساس بیمویی با لمس، با گناه، با نگاه تأکید شد. لذت احساس آن همه غرور به زیبایی و مورد توجه و نگاه مردم بودن از مغزم پرید. بدنم پوستی شد بدون جان، سست و بیحال. دو دست بر سر نهاده تا عیب ظاهر شده ام را مخفی کنم. لحن سخن را از افتخار و پوز دادن تغییر داده و خود را حقدار نشان دادم. بهش گفتم نمیخوام سرم را بتراشی، اما او اصرار کرد و گفت که خوشگلت میکنم، خیلی خوشگل میشی. طرز صحبتم چون مبتکر اندیشه سرتراشیدن و مسئول زیبا کردن خیش و انجام دهنده یک کار خارق العاده جهت دریافت پاداش و قدردانی به شخص خود، به لحن متهم کردن دیگری به خلافکاری و مقصر بودن دیگری و بیگناهی خود تغییر یافت. آره خیلی اصرار کرد، من نمیخواستم. مادرم دیوانه شده بود، در اطراف حیات میچرخید و مینالید و دستانش دو طرف پیراهنش را پایین میکشیدند، گویی میخواست چیزی را پاره و دق و دلی را خالی کند. به گوشه حیات خزیده و خواهان قایم کردن خود و سر بی مو بودم. این چند دقیقه ناراحتی مادر و تشخیص اشتباهم خیلی طولانی به نظرم آمد. پدرم وارد خانه شد. مادرم شیون کشان به بیمو شدنم را در زمستان سرد مصیبت خواند. پدرم پرسید کی میخواست مریضت کنه؟ کی این بلا را سرد آورد؟ با صدای مظلومی گفتم شاگرد سلمانی، من نمیخواستم، او به زوری سرم را تراشید. پدرم منتظر شنیدن بقیه سخنانم نشد، دستم را گرفت و به سوی در خانه رفت. در کوچه و بعد خیابان توان همگامی با او را نداشتم. دست در دست پدرم میان هوا و زمین آویزان بودم. پس از هر چند قدم پدرم پام به زمین میخورد. به مغازه سلمانی رسیدیم. سلمانی بیرون از مغازه زیر آفتاب ایستاده سیگار میکشید. وقتی چشمش به من خورد و قبل از آن که پدرم سخنی بگوید پرسید کی تو این زمستون سرما سرتو لخ کرد؟ با لحنی که مظلومیتم را نشان دهد گفتم شاگردت، بهش گفتم نمیخوام سرم رو بتراشی، اما او به زور تراشید و میگو که قشنگ میشی. سلمانی داخل مغازه شد، شاگرد را بیرون کشید و بدون پرسجو شروع کرد به کتک زدن. با دست و پا شاگرد را میکوبید. پدرم که دستم را ترک نکرده بود با حرکت بدن نشان داد که میخواهد دور شود. به سلمانی عصبانی مشغول مجازات کننده شاگرد جوان گفت کتکش میزنی، این تصمیم خودت است. شاگردت را هر چقدر بزنی موهای با تیغ تراشیده شده را نمیتونی به سر پسرم برگردونی. بله همین، چون آخرش معمولا ایشون خداحافظی میکنه و اینها، من اینا که شنیدم برایشون نوشتم، بعد گفتن بله امروز اینجوری بوده. و از این داستانا زیاد هست، خیلی خوبه هر کدومون داستان خودمونو بگیم و بیشتر به اصطلاح با هم آشنا بشیم. و اما من چون راجع به این عقب افتاده کیم جون اون صحبت کردم، دوستی این صفحه رو فرستاده و درباره این که این توالت خودش رو برداشته برده به سنگاپور هم نوشته، هم توضیحی رو که آمریکا هم اینجا تلویزیون‌ها گفتن ایشون نوشته. کیم جون اون توالت خصوصی خود را در ملاقات با دونالد ترامپ به سنگاپور برده بود برای جلوگیری از افتادن اطلاعات شخصی کیم جون به دست سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و درز مسائل خصوصی پزشکی و فیزیکی وی به دست سازمان‌های اطلاعاتی. مانند همیشه کیم جون توالت شخصی خود را به همراه برده بود. اسرار پزشکی و مسائل خصوصی رهبران جهان همواره مورد نظر سازمان‌های اطلاعاتی می‌باشند. از روی نمونه‌های ادرار و مدفوع می‌توان صدها نوع اطلاعات ارزشمند درباره اشخاص به دست آورد. داروهای مصرفی، عادات غذایی، نوع بیماری‌ها، دلایل چاقی، فشار خون، بیماری قند و ده‌ها مورد دیگر اسرار رهبران جهان می‌باشند.
مأمورین مخفی شوروی در دوران استالین موفق شدند در یک سفر ماوتستون رهبر چین مدفوع وی را به دست آورند و از اسرار خصوصی وی آگاه گردند. در سازمان اطلاعات امنیت ملی آمریکا یک واحد تخصصی برای جمع‌آوری زباله و پسمانده وجود دارد که این قبیل عملیات را پوشش می‌دهد. اینم در تایید حرفی که من زدم و چیزی که منم که از خودم در نمیارم، دیروز تو خبرها گفتن و ما هم اینجا به اصطلاح گفتیم. اینم از دوستمون، ممنون، متشکر. خلیج فارس رو رفتیم، بیام بریم یک سر به این صدای فرخ رو کجا گذاشتم؟ هنوز وقت نکردم که صدا رو با این تصویر یکی کنم، گرچه درستش کردم. کجای کارم یادم رفته. اینها اینجاست، در قسمت ادز میایم این والنتاین، بعد فکر کنم اینه، با صدا هم هست. بذارید ببینیم همین حالا Valentine's Motors Inc. خرید، فروش و معاوضه اتومبیل در خدمت شما. تماس از شما، خدمت از ما. تلفن تماس 301-735-7553. تلفن 301-735-7553. Valentine's Motors Inc. بسیار ممنون. فقط نمیدونم چرا تصویر کوچیک اینو باید دوباره درستش کنم. بیایم بریم کتاب آقای انصاری، که دوستانی که من کتاب براشون فرستاده بودم توی کانادا، دو تا از بیننده ها گفتن کتاب رو خوندیم، تشکر کردن و از آقای انصاری خواستن که اون دو کتابی که توی این کتاب از اونا اسم میبرید اونها رو از کجا میشه تهیه کنن. قبلا یادم شرکت کتاب، ولی الان شرکت کتاب میدونید بسته، فقط قسمت اینترنتش هست. اونو آدرس رو اینا رو اگه آقای انصاری لطف کنه ما برای دوستان بفرستیم، ولی با هم این کتاب ناگفته هایی از تاریخ معاصر رو ببینیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که یکیست و هرچه هست از اوست و بازگشت همه ما به سوی اوست. حضرت عیسی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید حقیقت را پیدا کنید و حقیقت شما را آزاد می‌کند. برای آینده بهتر باید گذشته خود را بهتر بشناسیم، به خصوص اگر هدف گروهی برگرداندن گذشته به آینده باشد. به لطف و بزرگی حضرت حق و به شکر او، به اطلاع تمام علاقمندان به تاریخ معاصر ایران میرساند که کتاب سوم احمد علی مسعود انصاری به نام ناگفته هایی از تاریخ معاصر، که مکملی بر کتاب های من و خاندان پهلوی و من و رضا می باشد، که شامل مصاحبه ها، مقالات و جوابیه های احمد علی مسعود انصاری است، توسط شرکت آمازون منتشر شد. از جمله عناوینی که می توانید در این کتاب از مصاحبه ها، مقالات و جوابیه ها مطالعه بفرمایید به شرح زیر است. 1. چرا شاه از ایران رفت؟ 2. تلاش های هاشمی رفسنجانی برای عادی سازی روابط با آمریکا. 3. سقوط شاه از نگاه نزدیکان فرح پهلوی. 4. فرح با فساد اقتصادی مخالف بود. 5. سقوط سلطنت تقدیر الهی بود. 6. آیت الله شریعت مداری، شاه و احمد علی مسعود انصاری. 7. نقش فرح و یاران در انقلاب ایران. 8. پیدا و پنهان رضا پهلوی. 9. جبر و اختیار. 10. پاسخ به اظهارات فرح پهلوی.
11 پاسخ به شعبان جعفری و 12 پاسخ به پرویز ثابتی. علاقه‌مندان می توانند این کتاب را از شرکت آمازون خریداری فرمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به توضیحات و لینک زیر این ویدیو توجه فرمایید. بله، اون هم توضیحات و لینک اینجاست. اگه خواستید یادداشت کنید، باز بهتون گفتم حسن این برنامه اینه که چون ما آرشیو داریم و هم روی فیسبوک هم روی یوتیوب میمونه، شما میتونید این ویدیو رو جلو ببرید، عقب ببرید، نگه دارید، مثل الان که من نگه داشتم. و اما روز جمعه قرار است که آقای امیر حسین لادن با ما باشن. ایشون کسی هست که کتاب خدا سالاری و درماندگی رو نوشته و لطف کردن چندین نسخه از این کتاب، چندین جلد از این کتاب اینجا هست در تلویزیون مردم. اگر مایل هستید تماس بگیرید با ایمیل یا با شماره تلفنی که روی صفحه خواهید دید، 202-695-2573، تا ترتیب پست کردن یکی از این کتاب ها به شما یا چند تا کتاب به شما داده شود. و اما اینها خودشون و دوستانشون هم یک وبسایتی رو به اصطلاح راه انداختن و اونجا شما میتونید اطلاعات بیشتری درباره اندیشکده کسب کنید که آدرسش رو اینجا میبینید، اندیشکده.net. جمعه ساعت 3 بعد از ظهر با ایشون هستیم. احتمالا سوالایی رو که من از برای برنامه قبلی آماده کرده بودم و ایشون نتونستن اونا رو میگم، یا اینکه اگه موضوعات جدیدی باشه، مسائل روز مثل گویا انتخابات عراق، نمیدونم این ماجرای ترامپ و کره شمالی و اینها، و اگر شما هم سوالی دارید یا نظری دارید حتما ارسال کنید تا ما بپرسیم از دوستان، از آقای لادن. و شد خدا سالاری و درماندگی. و اما اینجا هم من گفتم بهتون شماره تلفن جینیز هوکا رو بهتون نشون بدم، اگه مایل بودید برنامه اون دیگه به اصطلاح محل بیزینسی که این دوستان میخوان واگذار کنن، که شماره تلفنشون هست 203-545-3166. شما هم اگر فراخوانی دارید، آگهی دارید، برنامه‌ای می‌خواید داشته باشید از تلویزیون مردم، میتونید استفاده کنید با مبلغی بسیار کم و بیننده‌های بسیار زیاد. خودتون امتحان کنید. این یکی از دوستان گفت که آقا من حقیقتش فکر نمی‌کردم شما اینقدر بیننده دارید، ولی وقتی که اینقدر بیننده ناراضی به من زنگ زد خوشحال شدم. گفتم اوکی زنگ بزنید دوستان. خب دوستان عزیز، دیدم که آقای فرخ و اکبری سر زبان آلمانی دعواشون شده توی این محفل کوچولوی ما. نکنید این کار، زشته. حالا اینکه آلمانی و دوتا نقطه کلن رو نیزشته، نگفته کلن یا ویسپادن اون با وی نوشته، بعدم حاضر جواب فرخ میگه من چون تو آمریکا هستم ویسپادن رو اینجا با وی می‌نویسیم. فرخ جان این غلطه، این اشتباهه. اگه اینجور باشه شما فرانکفورت هم که میری اونجا باید فرانکفورت رو با وی بنویسی، چون اونجا به وی میگن فا. نه عزیز من اینجوری نیست، یادت رفته درست ننوشتی، بگو اکبر جون شما درست میگی. البته اکبر آقام لطف کرده گفته عزیزم من باهات دارم شوخی میکنم. این شوخی ها رو یادت وقتا تو شیراز میگفتن آقا شوخی که جاش اینجا نیست، شوخی زیر لحاف، یک کمی توهین بود، ولی شوخی رو توی چیزای خصوصی، توی مسیجای خصوصی به هم بکنی، هم آفنس چیز نمیشین، آفندت، یعنی بهتون بر نمیخوره. چون شما اگه برای آقای فرخ خصوصی بنویسی، حالا خیلی جالبه که آقای ایران بومی قشنگ اون بالا نوشته بود ویسبادن، ولی میگم بعض وقتا تا اون یکی میخواد نگاه کنه اونم میخواد بنویسه ویسبادن با وی مینویسه، سومی میاد میگه با دبلیو باید بنویسی، چهارمی میاد میگه من تو کلن زندگی کردم، خرابترش میکنه، کلن و KOLN مینویسه. اینا که میگن کلن اصلا مثل نمیدونم. چشم روشن و بی بلا. خیلی ممنون، متشکرم. و
ساعت 3:38 دقیقه است. بذارید ببینم تو برنامه‌های زنده براتون باز چی گذاشتم. بله، من یک جوان، واقعا جوان که امروز 18 ساله شده، بهش تبریک میگم و فردا قراره باش مصاحبه کنم. اتفاقا دیروز یا پریروز باش تماس گرفتم، میشناسینش، تو 2-3 تا برنامه ما بوده و با وجودی که یک دختر خانم 18 ساله است ولی خیلی فعالیت میکنه، با وجودی که چند سال بیشتر نیست تو آلمان تو آمریکا اومده ولی خیلی اینجا از لحاظ فعالیت توی مدرسه و اینها پیش رفته و دیگه بیشتر از این نمیگم. فردا یه مصاحبه اختصاصی به اصطلاح فوق‌العاده با ایشون ضبط میکنم که از همون فردا پخش میکنم، ولی تو برنامه جمعه هم بهش گوشزد میکنم، به خودش، به پدر مادرش، خانوادهشون تبریک میگم، هم 18 سالگیشون رو و هم اینکه توی این کارها موفق بوده. بعد حالا در رابطه با دانشگاه و اینها هم اگر خودش خواست ازش میپرسیم. بعضی وقتا این بچه ها دوست ندارن خیلی ازشون بپرسیم. من تنها کسی هم که وقتی تو مهمونی هستم هی به بچه ها نمیگم حالا درست چطوره، درست خوبه، چون 100 نفر قبلا ازشون پرسیدن. یا کسی که از ایران میاد هی بهش نمیگم که خب حالا بگو ببینیم از ایران چه خبر. آقا میخوای ببینی ایران چه خبر، بلند شو برو. نه، رو اینترنت مردم نوشتن چه خبر، اینا قبول داری یا خودت قبول داری، بلند شو برو. و اما بذار ببینم من این فیلمو میتونم، اون نوشته ببخشید اون فیلم فوتبالیست، اون فیلمی که درباره در رابطه با آب کارون هست، ببینم میتونم پیدا کنم این سویچ کردن بین فایرفاکس و کروم و اینها یه مقداری برنامه‌های منو ریخته به هم. اینم از نتایج اینه که وقتی میاد میگه که آپدیت کنم، میگیم نه، ولی هر برنامه‌ای رو میخواد باز کنه میگه آپدیت کنم، میگیم بابا گفتیم نه، کاش که اینو بذارم بگه نه تا 4 روز دیگه، نه تا 3 روز دیگه و نیاد. ولی دیگه به کسی، به ما احترام نمیذاره این اینترنت، میگه بهتون مفتی سرویس میدیم، پس باید ما فرمانده مطلق شما باشیم. اگه اونو پیدا کنم به اصطلاح براتون نشون میدم، ولی تو این فاصله بذارید بریم این برنامه‌ای رو که خود من قبلا گذاشتم اینجا از دیروز پیروز، شرکت هپکو رو خوندیم، دزدی رو خوندیم، پتیک خوندیم. مقدار یک شخصیت، میگه برای نشان دادن حجم ترامپ در نتیجه شرکت در جی 7 این فتوشاپ درست شده. ببینید مثلا اون عکسی که من از ترامپ نشون دادم، همه وایسادن بالای سرش، اینم اینجوری میکنه. اونایی که طرفدار ترامپن همین عکس رو میبینن میگن نگاه کن چه با قدرت این نشسته، همه وایسادن. یعنی اصلا وقتی میگن تا از اون زاویه میبینی، من از این زاویه میبینم، اینجوری. این عکسم فتوشاپ، بهتون نشون بدم که عکس قشنگی هست و نشون میده که اینا همشون الان با یک مشکلی به نام ترامپ، اونم یک بچه، اینجا میگن من چایلد، یعنی بچه‌ای که هیکلش درشته ولی بچه هست، هنوز عقل بچه هست، این آقای ترامپه و این خانم مارکل مال چیز، انگل مارکل مال آلمان، داره توی این چرخای پلاستیکی این رو فشار میده. اینم آقای جاستین پرایم مینیستر کانادا، این آقا هم که معروف رئیس جمهور فرانسه، اینم مال انگلستان. و آقای ترامپ به گفته اون دوستمون نه فقط شاخ غول رو شکست که با کیم ملاقات کرد، یه چیز دیگه غول رو هم شکست، با تمام این دوستان فعلا آب گلالود شده تا ببینیم چی میشه. و به زودی پنیری که میخوان بخرین گرون شده، شیری که میخوان بخورین گرون شده، ماشینی که میخوان بخرین گرون شده، بعد ببینیم به کجا میاد. با این کارها خود را خیلی زرنگ تصور میکند. اینو نشون دادم که هنر نزد ایرانیان است و بس. اونم نشون دادیم، اونم خوندیم. و ببینم که براتون باز چی گذاشتم. فوتبال و آهنگ بندری، اینو اون روز نشون دادیم، ممنونم. دنبال اون یکی آهنگ میگردم. آخوند مجاهدین هم نشون دادیم که چون آخوند کم داشتن یه آدم کراواتی رو آخوند کردن. ببینم وقتی اینا رو میذارم چرا باز ترتیبش به هم میریزه، شاید بر اساس روزی که به دست ما رسیده. خب ببینیم که
این عکس رو گفتم، گفتم که ترامپ نشسته اینجا، اصلا نگاش کنید قیافش. اولا این خودش یه چیزایی رو که میگه بعد میگه من نگفتم، یعنی قشنگ دروغ کامل. یا اینکه واقعا این فراموش میکنه، رسیده به یک سن و سالی که اون فراموشی و آلزایمر و اینها سراغش اومده. امروز داشتم تو برنامه یا NPR بود یا یکی دیگه از برنامه های پابلیک رادیو ها گوش میدادم که میگفت فشار خون توی سن 50 سال و اینها یکی از دلایلی هست که باعث نه آلزایمر، اون یکی دیگه چیه که اونم فراموشی اینا، من نفهمیدم چرا یکیشم آلزایمره یکیش این اسمو میگه، مثل که نوع فراموشیش فرق میکنه. خلاصه مواظب فشار خونتون باشید، اگه دکتر قرص فشار خون بهتون داده حتما سر موقع بخونید. من اینو دارم میگم، شما نگاه قیافه اینا بکنید، از نمیدونم چین و ژاپن و آلمان و فرانسه گرفته تا قیافه این شارلاتان که خیلی خوشحاله که حالا اومده اینجا و اینجوری به اصطلاح داره معرکه گرفته. خب دوستان عزیز، اگر شما طرفدار ترامپ هستید، ما بسیار مایل هستیم که با شما صحبت کنیم، از شما یاد بگیریم و ببینیم چه چیزی در مغز شما هست. پیام داوود رو اون روز پخش کردیم، اون آبجو رو اینها رو نشون دادیم و باید اینها رو پاک میکردم که نیاد دوباره. راجب جبهه ملی یک بیانیه داده بودن، من اون روز خوندم و دیدم چقدر جالب که آقای مصداقی هم در رابطه با جبهه ملی با آب و تاب صحبت میکنه. جبهه ملی کجا بودی؟ خفه شده بودی؟ جبهه ای نیست، شما حزبم نیستید و فلان اینها، و اونم به اصطلاح بد نیست. خوشحالم که آقای زرابی هم اینجاست. آقای زرابی یه نوشته، یک ویدیوی از آقای رضا پهلوی هست که میگه دوستان یا باید طرفدار، یا نه میگه دوستانی که طرفدار شاهنشاهی هستن هر کاری دلشون میخواد انجام بدن، ولی اگر دوستی میگه من طرفدار رضا پهلوی هستم بی خود میگه، مگر اینکه به اصطلاح همه کارهایی رو که من میگم انجام بدید. درست همون حرفی که من به شما و دیگر دوستانتون زدم که میتینگ گذاشته بودید که دوستان و طرفداران نظام پادشاهی، گفتم بابا جون اگه شما نظام پادشاهی هستید خب باید در ارتباط با این باشین، اگه منظورتون این پادشاه، اگه خودتون میخواین مثل اون آریاس بونم نمیدونم دیگران ادعای فرماندهی، خب بیاین بیرون دیگه از این از حجاب، بیا بیرون به استقال معروف، چون پرده بیفتد نه تو مانی و من، بگو آقا میخوام رهبر بشم. 20 سال پیش به من میگفتن آقا تو که ایراد میگیری از این رضا پهلوی، بیا بگو من میخوام رهبر بشم. گفتم ببین من توی خیابون دست انداز که میفتم، وقتی رسیدم خونه زنگ میزنم به شهرداریمون به محلمون چی میکنم، اگه هفته دیگه باز افتادم اونجا زنگ میزنم بهشون میگم، ولی اگه افتادم دست انداز نمیرم خودم آسفالت و سیمان بردارم بیام، اصلا اینجا این کار غیر قانونیه و هر کسی ایراد میگیره معنیش این نیست که چون ایراد میگیره حالا خودش میخواد اون کارو انجام بده، اصلا ایراد گرفتن باعث میشه که زندگی بهتر بشه. بازم ممنون از یکایک شما که با ما بودید. 3:47 است. راجب عباس مسعودی و اینا خوندیم اون روز، نمیدونم چرا اینها نوبتش ریخت به هم، این وسط کنفرانس اسلامی هم 3 زن لخت شدن، خب احتمالا اینا فکر کردن با لخت شدن اینها اسلام تموم میشه، دنیا به آخر میرسه، صلح و صفا، ولی دیدیم الان هم بار اول نیست، خیلی از این کارا کردن به هیچ جا نرسیده. در روز آخر ماه رمضان مؤمنین مسلمان دعوت میشوند که در مسجدها گوش نشین شده و به نیایش مشغول، این را اعتکاف میگویند مینامند. این نیایش مصری هاست، جدی و نشوخی. یک آهنگ عشقی را دست جمعی میخوانند ولی به کلمه معشوق که میرسند آن را به نام محمد رسول الله تغییر میدهند. این را هم با هم ببینیم. یه چند تا ویدیو دیگه هم دارم در رابطه با ماه رمضان یا رمضان بهتون نشون میدم. حداقل اینا با شادی و خوندن و رقصیدن و بعدم تمام روز خوابیدن میتون سب کنید. چه سینه ای میلرزونه این آقا، اجازه بدین سلکت ایریا، دوباره طبق معمول ویدیو رو از این وری گرفتم با دوربین
با تلفن. که بد نیست نشستن، خانوم هم اونجا نشستن، بچه شون هم اونجا نشسته، اقلا این قسمتش مثل که مردون و زنونه جدا نیست. و ممنونم از دوستی که این رو برای ما فرستاد. مسجد الحرام خانوم برکنه دیدید که همیشه به جواده در اون مسجد هر نارتی این حاجی اون رو نشون دادیم که رو تلفن بود زدش و اونم بذاریم بره. آها این روزه خیلی جالبه، موقع افطار هست، حالا افطار که دادن هیچ، دارن روزه هم میخونن و این آقا هم داره افطار روزهشو باز میکنه، نمیدونم چی میگفتن یادمون رفته، هم روزه رو باز میکنه هم به روزه گوش میده. ببینی انظروا إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضر ولا نفع ولقل ود الثانية كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك المقتدر لا يخلى وفي هنات لا يحيا على محمد وآل محمد واجعل فيه حالا دلشم نمیاد نخوره گریهشو کنه یا اینکه مسخره است. من فکر کردم این باید مسخره باشه و داره میخوره چون ازش فیلم میگیرن اینجوری مسخره در میاره. میگه که امروز کمی بخندیم. این رو آقای آریانپور فرستادن، من قبلا هم خونده بودم ولی یه بار دیگه میخونم. گاهی وقتی چیزای تکراری میگیم، اونایی که راجع بدی و دزدی و تصادف و اینا هست، خب چیزای شاد و قصه‌های خوب رو هم تکرار کنیم بد نیست. یکی از اساتید بازنشسته دانشگاه ملی به نام دکتر نیاکی یا نیاکی که به 96 سالگی رسیده، شرح خواندنی زیر را از آمریکا فرستاده است که طنزی بسیار خواندنی است. شرح خواندنی زیر را از آمریکا فرستاده است که طنزی بسیار خواندنی است. ایشان استاد حقوق بین‌المللی دانشگاه ملی بوده و انسانی بسیار باذوق و شوخ‌طبع است. با سلام و تحیات فراوان از حال و روز این جوان دور از وطن پرسیدید. نیکبختانه روزهای غربت را با چند تن از همدندان‌ها که هنوز در قید حیات هستند و متوسط سن آنها هم از 90 سال فراتر رفته است گرد هم می آییم و به سبک دایجان ناپلئون به حل و فصل مشکلات جهان می پردازیم و هر ماه یا هر دو ماه به افتخار یکی از دوستان بر می خیزیم و 5 دقیقه سکوت می کنیم. بیشتر این دوستان به مرض طول عمر گرفتارند و تعدادی هم تأخیر فوت دارند، اما در مورد وضع خودم با گذشت زمان دیگر جرأت نگاه کردن به آینه را ندارم. آخرین باری که در آینه نگاه کردم خودم را نشناختم. قبلا میگفتم فتبارک الله احسن الخالقین حسن یوسف دارم، اما حالا به زبان فصیح به انگلیسی میگویم شیت. آن همه موی فرفری مشکی و پرپشت چه شد؟ اکنون کله تاس در آفتاب میدرخشد و پول سلمانی را صرف جویی میکند. آنقدر لکه های زرد و قهوه‌ای مختلف الوان یا لون روی دست و پا نزول اجلال فرمودن که مرا پلنگ صورتی، پلنگ خط و خالی و گلباقلی صدا می کنم. از بس دکتر بیمارستان رفتم خیال دارم خانه نزدیک و دیوار به دیوار بیمارستان و مطب اطباء اجاره کنم، زیرا ساعات روز را بیشتر در مطبها هستم تا در خانه خودم. پرستارها از دیدن قیافه من در عذابند. یکی از آنان به دنبال سیانور و آرسنیک میگشت که به جای قرص و دوا به من بدهد تا از شر من راحت شود.
سال گذشته دکترهای معده و کمر و چشم و زانو را بیشتر دیدم تا همسر و بچه‌ها و نوه‌ها را. چقدر باید اندوسکوپی، کومودوسکوپی و عکس‌های سینه و معده و روده و کمر و زانو و شانه و MRI گرفت. آلبوم این عکس‌ها از آلبوم خانوادگی هم قطورتر شده است. نمیدانم گوشت‌ها و برآمدگی‌های باسن کجا رفته که حالا مثل ته قابلمه صاف شده است. قد من که یک وقت همچون قد سر بود، حالا چنان کج و کوج شده که کار به عصا و واکر کشیده و باید مرتب به نزد خیاط بروم که شلوار را کوتاه کند. وقتی شلوار می پوشم به جای کمربند بند تنبان می بندم که شلوارم نیفتد. در مورد گوش، برای اینکه مردم نفهمند که من کر هستم، $3,200 دادم یک سمعک ریز کوچک گرفتم که دیده نشود. سمعک آنقدر کوچک و ریز بود که در گوشم گم شد. مجبور شدم $250 بدهم تا یک دکتر دیگر با پنس در بیاورد. در مجالس مهمانی از کسی که با من حرف میزند میپرسم: بله آقا چی گفتن؟ آقا چی گفتید؟ و گاهی علکی سر را تکان میدم که یعنی حرفهای طرف را میفهمم یا فهمیدم ولی در حقیقت نفهمیدم. حالا مثل بچه تازه به دنیا آمده هستم. مو در سرم نیست، حرف نمیتوانم بزنم، راه نمیروم، شلوارم را هم خیس میکنم. چند روز پیش رفتم نزد طبیب میزراه، یعنی مجاری ادرار. گفتم آقای دکتر من به حبس البول دچار شدم. گفت چند سال دارید؟ گفتم وارد 96 شدم. گفت به اندازه کافی در عمرت ادرار کرده ای، بس است، دیگر برای تجزیه ادرار به آزمایشگاه نمی روم. شلوارم را با پست می فرستم. پاهایم واریش دارد و پرانتزی شده است. برای اینکه به رفقا پست بدهم می گویم از بس در جوانی از سواری کردم پاهایم پرانتزی شده. ولی حالا خودمانی، در جوانی حتی الاغ هم گیر من نمی آمد. رفتم نزد طبیب روانشناس برای درمان پراکندگویی. بعد از چند جلسه گفت فایده ندارد، پراکندگویی تو ارثی است و هفزایمر داری، به زودی می شود آلزایمر. این هفزایمر یعنی نصف فراموشی، آلزایمر یعنی فراموشی. کلش اسم اون مرد آلمانی بود که اینو پیدا کرد. در قدیم که ورزش میکردیم هالتر میزدم، حالا دیگر حالش را ندارم، تر میزنم. واقعا ارزش خوندن داشت. خب نظر شما چی؟ از این ور تلاش میکنین عمرمون طولانی بشه، از اون ور شکایت میکنین که این در عمر طولانی دیگه ما لذتی از زندگی نمیبریم، همش دکتر و دوا و نمیدونم اینها هست. خودمونم نمیدونیم چی میخوایم. میگن ایرانی ها معروفه میدونن چی نمیخوان، ولی به نظر میرسه که اونجا هم اشکال داریم که چی نمیخوان. این 212 مال چی بوده؟ گذاشتم اینجا توی این قسمت که پخش کنم. نمیدونم پخش شده یا نه. کمی به من وقت بدید، 3-4 دقیقه. آها، میدونید که الان چند ساله قبلا تلفن‌های دستیتون رو این مارکترها و اینا بهتون زنگ نمیزنن، بازاریابا. بعد یه قانونی رفت مجلس، اونم زنگ میزنن. هرچی هم شما بهش میگی که ورشدار میگه اوکی، ولی دوباره همون شرکت یکی دیگه زنگ میزنه یا خود همون. حالا اینا همه کم بودن که اون روز من دارم رانندگی میکنم تلفن جواب میدادم، ببینید این پیامو گذاشته، نمیدونم مال چاینان، مال کره، مال ژاپن، مال کجاست. گفتم دیگه اینجا کم بود که حالا اونجا هم یقمونو گرفتن. Bank of America 通知您，您的卡于今日下午进行关闭，咨询请按一，联系银行人员。دیروز یکی از دوستان نوشته بود: سویمن، قبلا شما روی جی ال ویز میدیدم و الان در چین هستم نزدیک کره، دلم هوای برنامه‌های شما کرده، به من بگید که چیه، چجوری میشه ببینم. حالا اگه اون دوستمون بلده این چاینیز، کره ای، ژاپنی به چیزی اینا گفتن، به ما بگه چی گفتن. همین الان باز دوستان برای من اون لیستی رو فرستادن که I never signed بله anything. این همون لیستیه که به اسم اون
سید محمد حسینی دلغک مسخره ریستارت، فکر کنم این آخرش خودکشی میکنه، ولی اینا شهامت خودکشی هم نداره. حالا اون دوست اون گفت اون ترسو خودکشی میکنه، ولی اینا که خودکشی میکنن، اتفاقا دیشب یه برنامه گذاشت تلویزیون آمریکا به خاطر همین که تو هفته گذشته دو تا آدم خیلی معروف خودکشی کردن، هم معروف هم موفق. یکیش این آقای آنتونی بردن بود، یکی اون خانم کیت سپید. و اینا میگن که با وجود دوتاشون هم دختر جوان دارن، 11 ساله و 13 ساله هم چیزی، و میگن اینا میرسن به یه جایی که فکر میکنن اگه نباشن وضع دنیا بهتر میشه و به اصطلاح عمر خودشون رو تموم میکنن و میگیرن، نمیدونن اینجا میگن take his own life یا suicide، خودکشی کرد. در صورت دوستان برنامه ما این بود، از هر دری سخنی، و هر وقت هم چیزی نداشته باشیم مزخرف میگیم که کسی دیگه نیاد بگه سربی مزخرف میگه. شما هم اگر مزخرفی برای گفتن دارید یا حرفی برای گفتن دارید، تلویزیون مردم جاش هست. این ایرج مصداقی وقتی برنامه دیروز رو دیدم که داشت به جبهه ملی چیز میکرد، یه دفعه یک ویدیویی رو داشتم دنبال ویدیوها میگشتم، یه ویدیویی رو خدایا مال سال 2012 من دیدم که دارم توی اون ویدیو نشون میدم که ایرج مصداقی، ما چند بار بهش گفتیم حالا که دیگران میان اینجا صحبت میکنن تو هم بیا صحبت کن، و هی دروغ گفت چشمم درد میکنه، مریضم، بیمارستانم، اینجورم اونجورم، و آخرش گفت که اینایی که میان اونجا صحبت میکنن پنتاگون گفته که اینا با وزارت اطلاعات هستن. یکی نیست به این عقب افتاده که حالا امروز شده لیدر من و شمای عقب افتاده تر، بگه که همین پنتاگونیه که اسم شما مجاهدین رو گذاشته بود توی لیست، و همین پنتاگونیه که اسم شما که تو لیست بود سوربی و تلویزیون مردم شما رو نشون میداد. خجالت بکشید واقعا، از بزرگتون آقای فیلاوی گرفته تا مهرداد که همشهری منه، تا اون دوستمون علی آقا، تا دیگران. واقعا خجالت بکشید که اگر کسی نمکی خورد و نمکی شکست شماها بودید، هم برای ایرانی ها این کار کردید، هم اینجا این کار کردید، هم با اون دوستمون که بیچاره تمام بدنش الان فلج توی لاس وگاس هست، آقای زیبا حسین زیبایی، الان فامیلش یادمه. بله خب میگه که این اسم شما رو همینجوری گذاشتن تو این، پس اینو تو برنامه‌تون افشا کنی. نه عزیز من، اینو تازه وقتی شما بگی اونا استفاده میکنن، میگن خب مهم شدید. هیچ قانونی نیست. یه دفعه این حقای عقب افتاده گفت که یه لیستی به دست من افتاده که نشون میده چقدر پول بردن این آخونده. گفتم بفرست بیاد، وقتی فرستاد اسم خودشو گذاشتم نفر دوم. گفتم چه جالبه، امروز صبح برای من همین لیست رو فرستادن، اسم شما هم داخل شد. گفت گفتم ها دیگه، همینجوری که من به این سادگی اسم خود اسم تو رو گذاشتم توش، دیگران هم میتونن. نه اینکه میگم اینا دوز نیستن، دوز هستن، و اون لیستی که مال زمان شاه اومد بیرون دیگه تیشه بود که زد به ریشه شاه. ولی چه کار میکنیم من و شما وقتی اینا به دستمون میاد؟ هیچ. میگم چهار تا آبادانی اومدن دوربینو گرفته داره کارونو نشون میده، یه دفعه میزنه به تیم فوتبال. کارمون خیلی خرابه. دوستان عزیز، با امید دیدارتون روز جمعه، جمعه با شما خواهیم بود ساعت 3 بعد از ظهر جمعه با آقای امیر حسین لادن هستیم. روز جمعه باز من در سفر هستم، امیدوارم به موقع برسم تا به موقع با شما باشیم. تلویزیون مردم رو حمایت کنید. من هم به نوبه خود ممنونم که با ما بوده و هستید و امیدوارم که با ما خواهید بود. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.